آره مسکن راه افتاد. خلاصه این کامپیوتر ما مثل این که دیزلی است، با دیزل کار میکنه. با سلام و درود به عزیزان، امیدوارم که روزهای خوبی را از سر گذرانده باشید و روزهای خوبتری در آینده پیش رو داشته باشید. خب امروزم بعد از یک استراحت شنبه یک شنبه در خدمت عزیزان هستم تا بخشی از مسائل جهانی و مسائل منطقه‌ای و ایران رو با دوستان در میان بگذاریم و ببینیم اوضاع چگونه است. و دوستان گرامی هم خیلی خوش آمدین. و بله درود بر همه عزیزان، خیلی محبت دارید، خیلی با خودتون صفا و صمیمیت میارین و در صورت بندازه توانمونم تلاش میکنیم که مشترکاً تلاش میکنیم که روی اوضاع و احوال ایران اثر بگذاریم و امیدوارم که این وظیفه و رسالت ملی رو بتونیم انجام بدیم اندازه ظرفیت و توان خود. خب دوستان عزیز، یک مختصری بپردازیم به آمدن آقای پاپ به عراق، دیدارش با آقای سیستانی. گذشته از اون مطالبی که بازتاب بیرونی پیدا کرده، این بر ملاقات تقریبا 54 دقیقه‌ای که با هم داشتن، موضوع محوری و اصلی آقای پاپ چی بوده؟ در سفر به ایران، به عراق و ملاقات با سران سیاسی عراق، با رهبر شیعیان عراق و همینطور دیدار از کردستان و مطالبی که در مجموعه هم بوده، اون پیام اصلیش یا اون وظیفه اصلیش چه بوده و چی میخواسته واقعا؟ خب آقای پاپ فرانسیس با آیت الله عظما سیستانی دیدار کرد. حواشی دیدارم زیاد بوده، بلخص برای اپوزیسیون که خلاصه سوداهای خودشون رو دنبال کردن. آیا سفر برای اون مسئله کلیدی که دنبالش بود آقای پاپ و رسالت و ماموریتش هم اون بوده، موفق بوده یا ناموفق؟ گذشته از تعارفات و اقداماتی که صورت گرفت، در مجموع مثبته، ولی من فکر بکنم در پیام اصلیش شکست خورده. توضیح میدم. حالا اپوزیسیون آمد و تحلیل ارائه کردن که پاپ آیت الله سیستانی را به رسمیت شناخته، برابر جمهوری اسلامی را به رسمیت نشناخته، مگر مشروعیت آقای سیستانی، آقای خامنه ای در گروه دیدار با پاپ هست که مشروعیت میبخشه، مشروعیتش سلب میکنه. منشأ مشروعیت اینا چی هست؟ آیا همینطور که اپوزیسیون و اصلاح طلبای داخل فکر میکنن هر کس رو آمریکا تایید بکنه مشروعیت داره، هر کس رو تایید نکنه مشروعیت نداره؟
هر چی رو غرب تایید بکنه، جهان به اصطلاح آزاد تایید بکنه، اون مشروعیت داره. ولی مثلا چین و هند که با جمعیت 1,400,000,000 انسان در چین، 1,100,200,000 حالا آمارش نمیدونم مال هند رو، ولی قطعا بالای 1,000,000,000ه، نزدیک به نصف جمعیت جهان هستن. البته اگر کشورهای مختلفی رو که تقریبا همسو هستن در این مجموعه در نظر بگیریم، رقم بسیار بالایی است که در صورت تقریبا روسیه رو اضافه کنیم به این مسئله، ایران رو اضافه کنیم، کشورهای مختلفی هستن در جهان، جمعیتشون بالای نصف جمعیت جهانه. اینا مشروعیتشون از پاپ باید بگیرن، رهبرانشون یا رهبران دینیشون. این تو ذهن ما ایرانی ها چرا اینجوری هست؟ مشروعیتمون باید از غرب بگیریم، حالا در سطح سیاسیش از آمریکایی ها و در سطح دینی هم از پاپ و اینا. این یه بیماری هست. خب اما علت به رسمیت شناختن آیت الله سیستانی چی بوده؟ تیپای اصلاح طلب دیوانه، افراطی و سلطنت طلبا، اپوزیسیون خارج، علت به رسمیت شناخته شدن آیت الله سیستانی به جهت عدم مداخله در سیاست. چون آیت الله خامنه ای در سیاست دخالت میکنه به رسمیت نمیشناسنش. این هم از اون حرف هست. آقای سیستانی خب اگر در سیاست دخالت نکنه، از نظر من یه جرثومه فساده. چرا؟ برای اینکه کشوری جنگ زده، کشوری که دهها کشور غربی بهش حمله کردن، کشتار کردن، زندان ابو غریب ساختن، 500,000 کودک تو عراق از گرسنگی مردن، این آیت الله بفرماید سیاست من دخالت نمی کنم، خب می فرماید کلن برو گم شو. همونطور که آقای فیدل کاسترو به پاپ قبلی که فکر کنم رفته بود برای رفته بود کوبا با امید آن که به اصطلاح پاپ لهستانی روی حوادث لهستان تأثیر گذاشته بود و در فروپاشی اردوگاه شرق، فکر کوبا هم همین جوریه. ایشونم یه مطالبی رو گفت چجوری تو این همه جنایت غرب رو و آمریکا رو میبینی و سکوت میکنی؟ دین کاربردش چی است؟ یه مسئولیت اجتماعی نمیپذیره در قبال محرومین، در قبال گرسنگان، در قبال بی خانمانان، در قبال جنگ هایی که زن نابود میشه، نفهم کودک نابود میشه، رسالت کلیسا چی است؟ من میتونید بگید حالا رسالت دین در هر جا، چه در شکل شیعهش، چه شکل سنیش، چه بودیسمش، چه هرچی که دخالت نکنه تو سیاست که آقایون ناراحت میشن. پس بنابراین بی تفاوتی هم نسبت به امر سیاست که محوری ترین عنصر اجتماع بشری بر پای سیاست شکل گرفته، اولین تعریف فلسفی هم این رو اثبات میکنه که ارسطو میگه انسان حیوانی سیاسی، یعنی توجه تمایزش با حیوانات دیگه در این است که سیاست رو میفهمه. وقتی بخواد سیاست رو بفهمه باید تفکر کنه، باید اجتماع سازی کنه، جامعه سازی کنه، شهر سازی کنه،
و هزار تا پیچیدگی های دیگر هم باید بپذیر. پس بنابراین این حرف هم بیپای است. گذشته از این که حالا دخالت دین در سیاست به چه صورتی باید باشه یا نباشه بحثی متفاوت، اما این دیدار ارتباطی به رسمیت شناختن رهبر جمهور اسلامی نداره. پاپ براق رفته مسلم هم میباید با آیت الله سیستانی دیدار میکرده. در گذشته هم آقای مصباح یزدی و پاپ ژان پل دوم باید دیگر ملاقات داشتن. حالا به اصطلاح یه امتیازی برای مصباح یزدی آیا شد که بیاد برگرده ایران بگه چی؟ من از همه آیت الله ها ارشدترم، بالاترم، یک سرشتر گرم. چرا؟ پاپ و من ملاقات و گفتگو داشته دیگه، همچون ادعایی کرد. یا به اصطلاح پاپ فعلی هم با آیت الله مکارم شیرازی چی هست؟ نام نگاری داشتم با هم، گفتگو داشتم، گفتگو نوشتاری کتبی داشتم با هم. همچون چیزی باید با نهیدیم که بگیم این نامه ها دال بر این هست که پاپ آیت الله مصباح یزدی رو و یا مکارم شیرازی رو ارشدتر دونسته یا هر چیزی دیگه. حالا اگرم بدونه مردم ایران باید بپذیرن. میکانیزم شیعه هم روشنه که درجه تاثیرگذاری هر مجتهد بر طرفداران خودش، مریدان خودش، مقلدین خودش درجه اعتبار اون آیت الله رو روشن میکنه. چقدر نیرو داری، چقدر پیرو داری. که اینم توی ایران خوشبختانه متکثره. من تمام نیروهای اجتماعی پشت آیت الله نمیره، نرفت. خب برا پس بنابراین اینم میدونیم که دولت جمهوری اسلامی در واتیکان سفیر داره. سالها پروتکل همکاری علمی تحقیقاتی با واتیکان منعقد شده و کار مشترک میکنه. برای اساس این دیدار نشانه به رسمیت نشناختن رهبر جمهوری اسلامی از سوی پاپ نداره. اما چرا این اپوزیسیون های دیوانه ما به هر حادثه ای مثلا یک جوری نگاه میکنن عجیب و غریب؟ پاپ در عراق از نیروهای هشت و شعبی تجلیل کرده. نیروهای هشت و شعبی که میدونید که به اصطلاح نیروی مسلحی است که در جریان مبارزه با داعش شکل گرفت و حالا نمیگم زیر مجموعه سپاه قدسه، ولی در صورت پیمان تنگاتنگی با سپاه قدس و فرمانده سلیمانی، سردار سلیمانی را اینا پذیرفته بودن. همون شخصی که توسط آمریکایی‌ها ترور شد به جرم مبارزه با داعش. خب پاپ در عراق از نیروهای هشت شبی هم پس تجلیل کرد و تسبیح خودش رو به عنوان هدیه به فرمانده یگانهای مسیحی هشت شبی اعتنا کرد. پس اینجا باز این که هشت شعبی فقط از شیعیان نیست، این یگانهای مختلفی از مسیحیان هم توش است که پاپ ارزش گذاری کرد روی این همکاری مسیحیان با شیعیان در این حال. سنی هم هستن توش، هشت شعبی، کرد هم هستن توش و پاپ در صورت با این تسبیح که در صورت ارزش معنوی داره برای مسیحیون چیکار کرده؟ از فرمانده یگان مسیح هشت شعبی قدردانی کرد. این واقع بر اپوزیسیون مفلوک ما ایران بینا شک عصبی هم وارد کرد، چرا که اپوزیسیون ها این نیروهای اپوزیسیون هران کس رو که سلا در دست گرفته تا با
با اشغالگر مبارزه کنه، از خانه و کاشانه خودش دفاع کنه، از زن و بچه و ناموس خودش دفاع کنه، از سرزمین خودش دفاع بکنه، هر کسی کارو بکنه، از دیدگاه آمریکا تروریسته، از دیدگاه اپوزیسیون ما هم تروریسته. الان این موج هم سرایت کرده توی اصلاح طلبا، این بیماری تا جایی که مثلا آقای احمدی نژاد میره توی لبنان یا با یه روزنامه لبنانی، چی میگن، رسانه لبنانی چیز میکنه، جانب نیروهای ضد حزب الله را میگیره. یا دیدم شنیدم این آقای محسن رضایی هم تقریبا یه همچون موازی گرفته گویا، که در صورت حضور ما دیگه در سوریه کافیه یا فلانه بهمانه. اینکه حضور ما اونجا به چه دلیل بوده و تا اون اهداف متحقق نشده باشه، زمانشو عینیت واقعیت تعیین میکنه، نه خواست تو یا خواست اینو اون برای تبلیغات انتخاباتی. خب بگذاریم حالا، اما اصل داستان چی بوده؟ آیا دیدار پاپ و آیت الله دیداری غیر سیاسی بوده؟ نه، رفتن نشستن 54 دقیقه نمورده چی حرف زدن؟ خب آیا بحثشون این بود که مسیحیت بهتر یا اسلام؟ یا بحثشون چی بوده در این 54 دقیقه چی حرف زدن؟ پرسیدین از خودتون؟ در مورد از اوضای عراق صحبت کردن، قطعا رابطه بین اسلام، بین الادیانی، بین گروه های سیاسی عراق، صلح در خاورمیانه، صلح در عراق، خروج خروج نیروهای خارجی، چیزایی از این دست، این همه مطالب سیاسی هست دیگه صحبت کردن. اما اون چیزی که بازتاب پیدا نکرد، واقعا امکان داره اسلام هم چون مسیحیت عاری از سیاست باشه؟ کی گفته مسیحیت عاری از سیاست؟ استتار شده کاملا تو سیاست دخالت میکنه. نقش پاپ حداقل از جریان مبارزه با اردوگاه سوسیالیسم، نقش کلیسا و پاپ خیلی بالا بوده و سیاسیه، در سیاست دخالت. از طرف دیگه توی آمریکای لاتین بسیاری از کشیش ها بودن که به نیروهای چریکی پیوستن، از نیروهای استقلال طلب و مبارزات اینا حمایت میکردن، که مجبور شد، تعدادشون اینقدر زیاد شد، نفوذشون اینقدر بالا بود که پاپ به رسمیت بشناسن، نه به عنوان نیروهای اونا رو طرد کنه. پس بنابراین اونا هم دخالت میکنن تو سیاست. بگیریم از اینکه تفاوت زیادی با مسیحیت داشته و امکان نداره آری از سیاست و اجتماع باشه اسلام، اما دیدار کنونی کاملا سیاسی بوده. با آیت الله سیستانی در رأس سیاست عراق ایفای نقش کرده، ایشون فتوا داده. اوج دخالت در سیاست طرف اسلام موقع فتوا هست، فتوای جنگ دادن. خمینی تالا فتوای جنگ نداده، خامنه تالا فتوای جنگ نداده، ولی سیستانی داده و کار درستی هم کرده. در زمانی که داعش حمله داشت میکرد که طبیعتا نجف، کربلا، مصر، سامره، همه اماکن شیعه رو نه تنها تصرف بکنه بلکه ویران بکنه، همونطور که کرد. هر آثار تاریخی
هر آثار تمدنی جلو راش بود، چه کلیسای مسیحی باشه چه کلیسای اسلامی باشه، مسجد اسلامی باشه، اینا بنیادگرهای جوری هستند که بنیادگرهای سلفی این گونه هستند که اسلام تاریخی و تمدنی رو به رسمیت نمیشناسن. یعنی معماری مساجد در هر کشوری و هر منطقهی و هر تمدنی ویژگی خودش داره، نه اینا رو بر نمیتابن، ویران میکنن. حتی اگر خوب خود عربستان هم کاملا مسلط بشن، خیلی از چیزها رو اونجا ویران میکنن. این بخشی از پروسه هویت زدایی غربی، نولیبرالیسم و آمریکایی است که امشب سعی میکنیم این رو بیان بکنیم. و هویت زدایی از تمدن، از تاریخ، از فرهنگ، از شخصیت، از همه چی تا یک لوح با قول خودشون پاکی به وجود بیاد، ملت سازی کنند، ملت های جهانی. ملت سازی دیگه هویت ملی نباید داشته باشه، علایق ملی نباید داشته باشه، جهان وطن باید بشه. این پروژه صهیونیست است. غربی ها در صورت علاوه فقط ویژگی که داشت این ملاقات، هیچ سیاست مداری حضور نداشت و کنار آقای سیستانی هم هیچ کس مترجمه که مورد اعتماد سیستانی باشه وجود نداشت. مترجمه را تمام پاپ آورده بود، اون سه نفری که کنارش بودن، چون قطعا آقای سیستانی ایتالیایی نمیدونه، پاپ هم فکر نمی کنم عربی بدونه. خب بس ترجمه اونجا صورت میگرفته. حالا چرا آقای سیستانی مترجم نداشت؟ خودش نیاورده بود، نمیخواست هیچ کس چیزی بدونه. چرا؟ خود این مسئله است. نه از بیت آقای سیستانی کسی بود، نه از طرف دولت عراق اونجا کسی بود، نه هیچ کدام. اما اصل داستان چی بود؟ آیا دیدار پاوایت الله دیدار غیر سیاسی بوده؟ واقعا امکان داره اسلام همچون مسیحیت آری از سیاست باشه؟ نه، غربی ها به دنبال مذاکره برای عادی کردن روابط اسرائیل با عراق هم. این محور هستی و طبیعتاً با توجه به اینکه بالای 65% جمعیت عراق شیعه است، اهمیت تایید آقای سیستانی بسیار بالاست. یعنی همینطور که آقای کیسینجر میگه، دو تا دستاورد رژیم ترامپ داشته، دولت ترامپ داشته، یکی مسئله فلسطین رو از همه مسائل منفک کرد و چیز دست خودش کرد. یعنی دیگه روسا، اروپایا هیچ کدام دخالت نکنن توی امر مشکل اسرائیل و فلسطین. یعنی از جهانی شدن مطلب تا حالا جلوگیری کرده و آیا میتونه ادامه بده به بس. دومین دستاورد آقای ترام از دیدگاه کیسینجر که طبعا یک صهیونیست تمام عیار هست، این بوده که تونسته نفوذ کنه توی دولت های عربی، از دیدگاه اون این ایران رو ایزوله کنه و کشورهایی مثل بحرین، امارات رو به سپاس گذارم دوست گرام تونه چکار بکنه؟ بحرین و امارات و اینا رو تو کمپ خودش کشونده. سودان هم که
به اصطلاح با مشکلات خاصی که داره، مثل دعوا روی صحرای غربیه، در اونجا ریشه طولانی داره، با قول دادن دولت آمریکا و اسرائیل این مشکل رو به نفع سودان حل کنه به چیز کرد. مراکش معذرت میخوام، مراکش رو که دعوا با روی صحرای غربی داره با نیروهای پولیساریو اون موقع شهرت داشتن، اینا که می جنگیدن برای استقلال با اینجور امتیازات، مثلا یکی دو سه کشور رو طبیعتا کشور شیعه و اونم عراق اگر بپیونده به این پیمان صلح یک اهمیت بسیار بالایی داره. خب قابل فهم هم هست که یه شکاف عظیمی توی جهان شیعه ایجاد میشه. این یکی از دستاورداشی که اگر مثلا آیت الله سیستانی اوکی میداد، چون دولت عراق نمیتونه بدون تایید سیستانی و بدون تایید شیعیان دست به چنین قماری بزنه، بلافاصله سردوگون میشه. حالا میخواد هر کودت خارجی هم پشتش باشه. پس بنابراین مهمترین هدف این بوده که تا غربیا حساب کنار کشید، آیت الله رو در برابر غربیا قرار دادن تا غربیا حساب کار دستشون بیاد و دست از سر دولت و گروه های عراقی بردارن. غرب از طریق پاپ پیام رو برای آیت الله ارسال کرده که آیت الله پاسخ گفتن عادی سازی روابط با اسرائیل امکان نداره. همونطور که پاکستان هم کلی تلاش کردن گفتن امکان نداره. همونطور که دولت ایران عادی سازی روابط با اسرائیل رو میگه امکان نداره. و خیلی از کشور حتی توضیح میدم عربستان هم میترسه که علنی کنه، رسمی کنه، عادی سازی کنه. حتی همین الان امارات از اینکه نتانیاهو خیلی علاقه داره که یک سفری پیش از انتخابات در اسرائیل به امارات بکنه یا به کشور دیگه بکنه، امارات پس میزنه، قبول نمیکنه. چون وضعیت تو خود اسرائیل شکننده است، یعنی معلوم نیست چه دولتی میاد سر کار. پس بنابراین ما با یه همچون مسئله کلیدی، پس اینکه آیت الله چیز بکنه. خب عربستان از چی میترسه؟ خب یه منطقهش نفخیزش دست یعنی شیعه اونجا هستن و طبیعتا اگه آقای سیستانی اونجا نفوذ داره، توی بحرین نفوذ داره، توی کویت کلی ایرانی هستن و شیعه هم هستن، خب احتیاج به یک آیت الله مثل سیستانی دارن که چیکار بکنه این نزدیکی با اسرائیل رو رسمیت بده. سیاست خاورمیانه آمریکا خوب پیش میره دیگه، سیاست اسرائیل خوب پیش میره، اون موقع ایران رو ایزاله میکنه. اما همونطور که عرض کردم غرب از طریق پاپ پیام رو برای آیت الله ارسال کرد و آیت الله پاسخ گفتن عادی سازی روابط با اسرائیل امکان نداره. این خبری است که پسر و نماینده آیت الله سیستانی بشیر الحسین النجفی از مراجع نجف گفته. او گفته آیت الله سیستانی در دیدار با پاپ نشان داد که اجرای طرح عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل از کانال نجف اشرف میسر نیست. اکنون برخلاف خیال پردازی های مفلوکین اپوزیسیون، آیت الله در رأس حرم سیاست در عراق قرار داره. چارو بدبخت این اپوزیسیون خودشون فریب میدن و مسئله خودشون دوباره چون
اینم روشنه و اون وضعیت درویشانه که آیت الله داره، آقای سیستانی، کوچه ای که من تو فیلم مشاهده میشه مثل جنوب شهر تهرانه، خیلی درویشانه زندگی میکنه. شما توی اربیل نگاه بکنید، اونجا دم دستگاه اشرافی پاپ رو دیدید که صلیب های طلایی، صندلی طلایی، همه چی. ولی اینجا در خونه آیت الله شیعه ایشون مجبوره فروتنانه در یک مبل معمولی جای گزین بکنه، جای گیر بشه و مسئله از این دست رو پیش بره. دو دنیای کاملا متفاوت. خب با این توضیحات طبیعتا عربستان به شدت وضع شکننده ای داره و مسئله شیعیان در اونجا، مسئله قبایل یمنی در جنوبش و مسئله شاهزادگان که به قول معروف اجماع شاهزادگان همیشه ولی عدل رو انتخاب میکرد و از طریق اون پادشاه، این اجماع را بن سلمان کاملا به هم زده. یعنی چندین هزار شاهزاده داره اونجا به قول معروف از قبایل گوناگون هستن که با پسران پادشاه بنیانگذار وصلت کردن، یک چیز ویژه درست کردن، اجماع اینها. حالا اینجا در بالاترین سطوح اونجا شکاف عمیق هست. اون شاهزادگانی که آسیب دیدن به خصوص به رهبری بن نایف که روابط نزدیکی هم با آمریکایی‌ها با همین حزب دموکرات از قدیم داشته، طبیعتا اونا پشت نایف هستن، این تیمی که الان اومده توی آمریکا آقای بایدن و درگیری ها اینجا. از طرف دیگه شکننده بودنشون حوثی ها، این مردان دلاور، از ضربات سنگینی به عربستان وارد کردن. یعنی تقریبا تمام این پول هایی که اینا صرف کردن یه حریم امنیتی حداقل برای خودشون درست کنن ناموفق بودن. زیر موشک های و پهباد های حوثی ها به شدت آسیب پذیرن و همین بمباران تاسیسات نفتیشون در دورترین نقطه خاک عربستان نسبت به یمن باعث شد که قیمت نفت به شدت بالا بره. در شرایطی که کرونا داریم، در شرایطی که افت تولید در سراسر جهان هست و اینها، یک مرتبه نفت به مرز بالای 70 دلار رسیده. خب پس بنابراین ببینیم که این پدیده آسیب پذیر میکنه اینا رو. حالا با توجه به اینها من سعی میکنم بشکافم سیاست خاورمیانه ای آمریکا رو، کی موفق بوده، چینی ها موفق بودن یا آمریکایی ها، غرب موفق بوده یا شرق. اما قبل از اون که وارد این بحث بشیم، برای اینکه ریشه ای کالبد شکافی بکنیم، چرا بسیار از گروه های سیاسی ایرانی در داخل و خارج ضد ملی هستن؟ چرا این گرایش هست؟ توی عصر جهانی شدن چه اتفاقی افتاده؟ که دو عصر نئولیبرالی چه اتفاقی افتاده؟ که طرف تو تهران زندگی میکنه ولی چی از آمریکایی فکر میکنه کامل؟ طرف توی آمریکا زندگی میکنه، تابعیت آمریکایی داره، ولی ایرانی فکر میکنه. این خیلی مطلب. طرف تو خارج ایرانی فکر میکنه، طرف تو تهران آمریکایی فکر میکنه. من این مطلب رو اگر بخوام بشکافم، ببینم که آیا ملیگرایی، مثلا فرض کن من خودم یک ایرانی
تعریف میکنم، ملیگرا هستم به معنای این، به معنای نجات پرستی است، آیا به معنای این هست که از جامعه تفکر من ترد باید بشه؟ این مسئله رو اگر بیایم با هم بشکافیم، دنیای امروز دنیای سلطه همه جانبه نولیبرالیسم در ابعاد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ساختارهای خودش رو گسترش میده. دشمن اصلی و بدیل و نقطه مقابل نولیبرالیسم هم چی است؟ ملیگرایی است. ملیگرایی، ایرانگرایی. و وقتی که میگم به اصطلاح این پدیده رو در چین وقتی نگاه میکنیم، عمدتاً اقتصاد چین بر پایه ملیگرایی است. روسیه بعد از تجربه گورباچوف و یلسین به یک نوع ملیگرایی، میهنگرایی برخورد رفتن. تو کشور ما هم اتفاق افتاده. یعنی اگه گورباچوف رو آقای خاتمی خودمان بدانیم، این آقای روحانی رو یلسین بدانیم، که الان اگه فرصت شد توضیح میدم چرا اینا عجیب به هم شباهت دارن، نقطه مقابل اینا چی است؟ پوتینه. یعنی پوتین است که دوباره روسیه رو نجات میده، از تجزیه، از تسلط غربی ها در میاره، از دست یهودی ها یک کلاش یا صهیونیست ها کشور رو نجات میده. اینم شاید یکم بپردازم، اما به خاطر همین عملان هست که خود مذهبی های سالم در کشور این رو متوجه شدن که در ضدیت با تاریخ و فرهنگ ایرانی خودشون تعریف نکنن، بلکه متحد هم باشن، یا این دوتا از هم تفکیک ناپذیر هستن. اما در گذشته نولیبرال ها معمولا به طور مستقیم علیه ملیگرایی موضع نمی گرفتن، بلکه تأکید خودشون روی ضدیت با نژاد پرستی میگذاشتن. به تدریج این ذهنیت جا انداخته شد که ملیگرایی همون نژاد پرستی است، و حتی ملیگرایی رو میتونن تعریف کنن تروریست هست. یکی وطنشون دوست داشته باشه، مقاومت بکنه در مقابل سلطه و تهاجم ناتو، هزار تا برچسب تروریست نژادپرست خیلی چیزا بهش میتونن بچسبونن. امروز هر گروه یا گرایش سیاسی که اندکی رنگ بوی ملیگرایانه داشته باشه به طور خودکار به نژادپرستی متهم میشه. به همین دلیل است که نگاه سطحی و ظاهری به شعارهای نولیبرال میتونه بسیار فریبنده و گمراه کننده باشه. آقا حقوق بشرت به چه؟ نژاد چیه؟ فرهنگ چیه؟ تاریخ چیه؟ ول کن بابا، به حقوق بشر بچسب، به دموکراسی بچسب، به سکولاریسم بچسب. اینا رو تبدیل به یک سری آیه هایی میکنند و یه چماق ایدئولوژیک باش درست میکنند و تو سر هر کس که میهن پرست باشه میکوبند. اما حتی اگر فمینیست باشی، چون 8 مارس هست الان، فمینیست باشی، ولی نه نوع فمینیسم نولیبرال، بلکه صحبت کنی که زنان بزرگترین آسیب دیدگان در جنگ های تاریخ بودن، این اثبات شده است، کودکان بزرگترین آسیب دیدگان جنگ ها بودن، همین تو جنگ جهانی دوم تعداد غیر نظامیانی که کشته شدن بیشتر از نظامی ها بوده، و تعداد غیر نظامی ها که کشته شدن کودکان و زنان بالاترین چیز داشته. اگر تو فمینیست هستی باید مقابله کنی در بمباران های آمریکا بر کودکان عراقی، کودک مادر داره، زنه، یا
در یمن تو نمیتونی بی تفاوت باشی که کودک و مادر به اسکلت تبدیل شدن، بعد بگی من فمینیستم و بعدش مثلا 4 تا از سلبریتی های بسیار ارزان قیمت هالیوودی رو بیاری، اینا رو به عنوان نماد زنهای موفق بخوای به خورد ملت بدی و اینجوری بخوای چیز بکنی، تعداد زنهای موفق رو ملاک قرار بدی. میلیون ها صدها میلیون زن ناموفق هم داریم تو این دنیا، این جان سرمایه داری نداریم که بدون شب محتاجه. این جهان جهان زنان نیست، جهان زنان اپوزیسیون و به اصطلاح اصلاح طلبان همه زنهایی است که به قول معروف مارکدار شدن، حالا طی حوادث یا هر دلیل دیگه اسم رسم در کردن، همین ها هستن. اونجا وقتی که بهشون میگی 18,000 مدرسه تو بلوچستان وجود نداره، کودکان وضعشون اینجوریه، زنهای بلوچ اینجوریه، اینها کمترین کمک رو اینا نخواهند کرد به این مجموعه. بله، به همین دلیلم نگاه سطحی به شعارهای نولیبرال میتونه فریبنده و گمراه کننده باشه. در ظاهر هم از حقوق انسانی و حقوق بشر و برابری انسان ها و برابری نژادها مبارزه با تبعیض صحبت میکنن، اما در عمل هدف نولیبرال چی است؟ هویت زدایی است. هویت زدایی. چرا؟ شما نگاه بکنید، خب مثلا موزه ها، اگر شما بخواید اصلا به صورت اینی مادی تمدن آلمان رو بخوای بررسی کنید، ده ها موزه بزرگ توی برلین است. میخواید تمدن خاورمیانه رو، موزه های اینجا پر از آثار ایرانی، آثار منطقه خاورمیانه و بین النهرین و اینا، یا فرانسه بری یا انگلیس بری یا روسیه بری یا خود آمریکا بری، موزه از طریق موزه. مثلا اینجا موزه تکنیک است، از رفتن 2 ساعت وقت گذاشتن سیر تکامل تکنیک رو توی آلمان میتونیم ببینیم، سیر تکامل هر چیز رو میتونیم ببینیم. به همین دلیل اینها میبایست هویت زدایی کنن از ملت های خاورمیانه. وقتی عراقی اونجا میشینه موزه بغداد هم پشت سرشه و میگه بدر جان بنده اون موقع یه تمدن سومری، اولین تمدن بشری توی این منطقه بوده، تو کجا بودی؟ رو درخت به قول من رو ادای میمون ها رو در میوردی؟ حالا تو بخوای یه درس تمدن و فرهنگ به من بدی؟ تمدن بابلی، تمدن اکدی، تمدن آشوری، تمدن ایلامی، تمدن اینا، همینطور میای ایران. پس بنابراین باید هویت صدایی از کنن و همین دلیلم اولین کاری که میکنم به موزه های تو حمله میکنن، غارت میکنن، پاک میکنن. بعد از مدتی هم میگن از ذهن ها چیز میشه و دست عتیق فروش های یهودی میفته و اونا هم میفروشند و با خودشون صفا میکنن. پس این هویت زدایی محدود هم به نژاد نیست. نولیبرال ها با هر نوع هویت سنتی سر دشمنی دارن. شما فمینیست های 60-70 رو نگاه بکنید، کلمه جدید در زبان انگلیسی به وجود میاد، وومن، یعنی نمیشته میشه، معنای اون زنه. هدف از اختراع و استفاده از این کلمه مجهول هم اینه که ای کلمه من رو که در انگلیسی به معنای مرده از کلمه وومن حذف کنم، چون در فرهنگ جدید و مطلوب فمینیست ها زن باید کاملا مستقل از مرد باشه و کوچیدگی وابستگی حتی در زبان و کلمات هم نسبت به مرد داشته باشه. به همین دلیل هم نولیبرال ها به اصطلاح مشکلاتی هم ما این کلمات رو خیلی دقیق انتخاب میکنن که مشابه این طرز تفکر و عمل کردن ما در ایران دیدیم. پس از انقلاب مدتی هر کلمه یا عبارتی که اسم شاه روش بود
در اون وجود داشت جزو الفاظ بد و غیر قانونی و یا مسخره میکردن. به همین دلیل فی المثل کرمانشاه، کرمانشاه رو فکر میکنن مال شاه هست. تاریخ فکر و فلسفه رو نمیدونن. یا سنندج از سعنا آمده، سعنا یعنی همون سی مرغه. راه مرمز رام خدای باستانی ماست، رام نینواست، رام به قول معروف چی میگن کلمه رامیار در عصر هخامنشیان به سیاست مدار میگفتن رامیار، چون با موسیقی خدای موسیقی بود رام. به همین دلیل کار موسیقی، کار سیاست موسیقیایی بود، یعنی نزد دادن به جهان، نزد دادن به هستی با نوای موسیقی، نه با شماغ و شمشیر و قلدری. این با مفهوم پولیتیکی یونانی با هم تفاوت داره. همونطور که سیاست هم از دیدگاه عرب، کلمه عربی آمده توی فرهنگ ما، درک اونا از سیاست با ما فرق داره، درک ما از عقل با درک عرب فرق داره. که اینا بحثایی است که نمیخوام توش برم و شاید زمانی همینا رو توضیح بدم. اما خب کرمان این نام سیمرغیه، مال تمدن ما قبل زرتشتیه. تمام شاهنامه رو نگاه بکنید، تمام شاهنامه شاهنامه سیمرغیان هست. چرا؟ برای اینکه با رستم آغاز میشه و با رستم هم پایان پیدا میکنه شاهنامه. رستم اول، رستم دوم، رستم دوم رستم فرخزاده. و اینجا پس فرهنگ سیمرغی رو میکنیم، پس فرهنگ حماسی و پهلوانی ما فرهنگ سیمرغیه. و زال چی است؟ پرورده سیمرغه. سیمرغ حامی پهلوانانه و کرمان بول معروف یکی از نام های سیمرغ، سعنا یکی از رام های سیمرغ، رام ارمز که تمام شهرهایی که با رام شروع میشه، رام ارمز، رام چیت، رام سر، رام فلان، اینا همه اسمای باستانیه. اسم تاریخش به قدمت های بسیار طولانی از اساطیر میبره. پس بنابراین که می‌بینیم که این کارهای هویت زدایی در کشور ما صورت گرفت، هر گونه آثار و نشانهایی که انسان را بیاد هویت سنتی و اصلی خودشون بندازه از و نابود کنیم. خب دوستان عزیز، کی این کار کرد تو ایران؟ اتفاقا خط دهندگان اصلی این قضیه همین آقایون نولیبرال بودن. انقلاب فرهنگی رو کی سازمان داد؟ آقای سروشینا در رأسش بودن، نه؟ آقای زیبا کلام بود که اومد با حماقت خاص خودش یک موی گندیده محمد را به چی نمیدهم؟ به کوروش نمیدهم. کی خواستی دوتا رو مقایسه کنه؟ اون پیغمبره، این پادشاه است. اینا رو چرا بخوای مقایسه بکنی؟ چه هدفی رو داری؟ نه، این بازی هویت صدایی از فرهنگ ایران بود. حالا آدم های عقب باخته هم بودن توی اینها که این کار رو میکردن. اینکه در فیلم ها و سریال های صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدت اینطور باب شده بود که همه شخصیت های منفی و منفور باید اسمای اصیل فارسی و شاهنامه‌ای داشته باشن، همه شخصیت های مثبت و مقبول اسما باریشه عربی با داشته باشم. درسته، همه سیاست هویت صدایی بود که تلاش میکرد که یه عقبه ای را پاک بکنه و به کلی ترین نو بقول خودشون در بیندازن. اتفاقا طرفداران آن طرز فکر هم استفاده از اسمای شاهنامه را نشانه نجات پرستی میدانستن. بله، حالا بخاطر یه فرهنگی رو نابود بکنن تا میگه آقا اسم ایرانی چرا نزدیم. و اینقدر خوشبختانه
تو دوران آقای خامنه ای این حساسیت هایی که بوجود اومده بود خیلی کاهش پیدا کرد، چون ایشون متفاوت فکر میکنن در فرهنگ نولیبرال امروز هم در مدارس آمریکایی هم برای بچه ها دورای آموزشی میذارن و توجیهشون هم میکنن که هر سفید پوستی باید دامن احساس و گناه بکنه، الان مد شد باید خودش متنفر باشه، و اگر این سفید پوست مرد و دارای گرایش جنسی متعارض نسبت به زنان باشه هم که دیگر کارش باید با کلام کاتبین باشه. خب سفید پوست باشی یه مرد هم مردم باشی و تازه تمایلی هم به هنچه بازی نداشته باشی یه تکلیفت روشن میکنه، چون عجیب در خود همه آلمان برای که روی سنتی آلمان ها رو از بین میبرن عجیب در ترویج همجنسگرایی به صلاح اینا فعالیت کردن. محوریتش هم اتفاقا سایمونیست هستن، یکی از دلایلی که اغلب ملیگران رو با نژاد پرستی یکی میدونن این واقعیت تاریخی است که معمولا جنبش های ملی در جوامع غربی ماهیت نژاد پرستان داشتن. درست ناسیونالیسم غربی توریزی شده بر پای یک تاریخ رومانتیک تاریخ سازی کردن، ولی و تهاجمی مثل فاشیسم در ایتالیا، ناسیونال سوسیالیسم در آلمان و تمام انگلیسی ها خودشون از اون نجات برسته. تا همین الان هم تو کاخ باکینگهام این شاهزاده هری که این خانم دورگه رو همسر شده باش اساسیت ملکه و کاخ باکینگهام اینه که این بچه ای که از هری در میاد رنگ پوستش چقدر است، به سیاهی میزنه، به تیرگی میزنه، ننگ پادشاهی میشه، اینا یه جوری هست. این پس بنابراین ما با دو نون ملیگرایی رو برو هستیم، یک ملیگرایی مهاجم نجات پرست غربی است، یه ملیگرایی مدافع است، چی میگن؟ دفاع میکنه از سرزمینش در مقابل سلطه، در مقابل فشار بیگانه، در مقابل غارت. این دوتا با هم یکی نیستن، همونطور که یه طرف مصدق میسته یه طرف دیگه چرچیله، این نماینده ناسیونالیسم تهاجمی و فاشیستی سلطه‌گره، این چی هست؟ برعکس ملیگرایی است که در مقابل اون میسته از سرزمینش دفاع میکنه. همینطور امیرکبیر رو ما داریم، همینطور جاهای دیگه عباس میرزا را داریم، از سرزمینش داره دفاع میکنه، مهاجم داره برای تصرف آمده. اما در حقیقت علت اصلی که ملل غربی برای ایجاد هویت مشترک در جوامع خودشون ناچار به نژاد پرستی متوسل شدن این بوده که دیگر عناصر هویت ساز فرهنگ مشترک میان اونها بسیار ضعیف بوده و یا به کلی نداشتن. این در حالی است که تمدن ایرانی از طرفی سابقه چند هزار ساله داره، از طرف دیگه هویت ایرانی هرگز ماهیت نژاد پرستانه نداشته. ایران همیشه از نظر قومی کشوری متلون و متکثر بوده و شاهنشاهی ایران هم نگاه بکنی کلمه شاهنشاهی که می‌داشتن در هر قومی، در هر منطقه‌ای، در هر جایی که قوم‌ها مختلف بودن شاهی وجود داشت، این شاه شاهان می‌شد، کوروش باشه، داریوش باشه یا هر کدام. این متفاوته، اونا هم میتونستن، حالا بابل یا لیدیه به تصرف ایران در میومد، تمام آداب، رسوم، فرهنگ، لباس، زبان همه چی خودشونه حفظ میکردن، ویران نمیشد کسی. زیادیتی که نولیبرال داخلی و خارجی با تمدن ایرانی دارن خودش نشانه دیگری است که ثابت میکنه هدف اصلی اینها مبارزه با نژاد پرستی نیست، بلکه هویت زدایی است، بستر سازی برای جا انداختن این طرح نوعی است که میخوان پیاده بکنن که از دهه 90 دیگه به صورت فیزیکی جنگی ارتش با بمب میخوان هویت زدایی بکنن از ملت ها. برای چی به کار میکنن؟ زیادی دیگه نولیبرالی داخلی و خارجی با تمدن ایران دارن
نشانه دیگه است که ثابت میکنه هدف هستیشون مبارزه با نژاد پرستی نیست، بلکه هویت زدایی و سرسازی برای جهان داختن طرح خودشونه که گاهن به عنوان نظم نوین جهانی ازش یاد میکنن. از قرن 21 قرن آمریکا و منافع سرمایه‌داری جهانی نولیبرال پشتشه، بانکای جهانی، بانکای یهودی پشتشه. حالا این هویت زدایی به دست خود ما صورت آن بخش بزرگش به وسیله روشن فکرها، به وسیله گروه های سیاسی، به وسیله ستون پنجمشون توی داخل، ستون پنجم فرهنگیشون، ستون پنجم امنیتیشون، ستون پنجم مالیشون، ستون پنجم سیاسیشون این کار رو میکنن. از سوی دیگه گروهی از ایرانیان که اتفاقا میهن‌پرست ایران دوست هم هستن، به دلیل تاثیرپذیری از افکار اندیشه های غربی، تمدن ایران در سطح یک ایدئولوژی نژادپرستانه فاشیستی اول تقلیل میدن و به دنبال اون نهایتا در خدمت همان نولیبرال های وطن فروشی در میان که قصد نابودی فرهنگ و تمدن ایرانی دارن، که ما هورا بکشیم مثل این خانم معماری نجد معماری کی هستین؟ خانمه که حمله آمریکا به ایران رو چقدر عالی توصیف کنه. به تازگی ها توی مطبوعات اسرائیل مطالبی سخیف در همه چارچوب چیز کرده، قوت قلب بده به نتانیاهو و اسرائیلی ها که اگر به ایران حمله بکنید ایرانیان استقبال میکنن از شما، بمبای شما بسیار بشر دوستانه است. خب این دیگه این زن و شوهر که اینا اصلاح طلبم بودن، الان به مرحله انحطاط رسیدن، به مرحله از مزدوری هم گذاشتن دیگه. به عنوان مثال توهین به قومیت ایرانی، بعد توهین به جوامعی که در حال حاضر از جغرافیای سیاسی را جدا شدن، مانند افغان ها، عراقی ها، آذری ها و غیره، یا اصرار بر فضیلت نژاد آریایی و برتری ژنتیکی از این دست گرایشات فکری، گذشته از اینکه هیچ سرخیتی با فرهنگ کهن ایرانی نداره، تماما تداوم اندیشه های وارداتی از همان غرب هستش که قول معروف هیتلری ها که راه افتادن توی تهران پشت این تپای عباس آباد، این سمکایا و این قول معروف طرفداران فاشیست، نژاد پرست، نژاد ما نژاد آریایی هستیم فلان، اینا رژیمی رفتن و سان میدیدن و هورا هورا میکردن. که بعد صادق هدایت خیلی قشنگ اینا میگفت، نوشته توی کتاب حاجی آقاش، اینا فکر میکنن حالا هیتلر بیاد با هواپیمای مستر اشمیت که میان بمباران میکنه، بمب نمیندازه، کنسرو کله پاچی برای اینا میفرسته، نمیندازه پایین که ایرانی ها حال کنن. کباب کوبیده همراه سیخ و کباب و هواپیمای اسرائیلی آمریکایی و یا هیتلری رو سر ما میریزن، بابا با ما خوبن، نژاد اون اصیله. نیا با کدوم تمدن ایرانی بر پایه نژادی چیز نشد. از هندوستان تا شمال آفریقا، این تنوع از آسیای میانه تا تمام منطقه زیرا چیز این بود، زیرا نفوذ فرنگی سیاسی امپراتوری بود. نمیتونه اولین امپراتوری فراگیر جهان رو ایرانی ها ساختن در اوج مسالمت، یا به شکل مسالمت جویانه ادارش کردن. به خاطر همین به سیاستمدار میگفتن رامیار و به جهان آرا، جهان ویران کن نبودن ایرانی ها، جهان آرا، جهان آرایی میکردن، اسمش روشه. خب پس بنابراین میبینی که حالا اینا که انجام میدن، تو اینایی که انجام میدن فضا رو آلوده میکنن، تماما تداوم اندیشه های وارداتی غرب زمینه رو برای گرفتار شدن ما به همان تضادهای اجتماعی فراهم میکنه که موجب شکاف های شدید میان جمعیت جوامع غربی امروز بشه. خب اگر نئولیبرالیسم یک درس مفید و کاربردی برای ما داشته باشه، همین مطلبی که نژاد و قومیت هیچ اهمیتی در همگرا و همسو کردن جامعه و ملت سازی نداره. کافیست به کشورهای غربی نگاه بندازیم، میبینیم که
چطور جمعیتی متشکل از مهاجران 72 ملت از چینی و هندی و ویتنامی و تایلندی و برزیلی و آرژانتینی و همینا رفتن و به قول معروف سعی میکنن به شکل دیگه همسو همگرا بشن. آن ایرانی که فی المثل خلق و خو و طرز فکر و فرهنگ آمریکایی رو میپذیره یا کلن اندیشه و سیستم اقتصادیش و همه تمدنیش میپذیره، همان اندازه آمریکایی است که ما بقیه آمریکایی ها. این ایرانی ممکنه با آمریکا مهاجرت کنه یا در این ایران بمونه. اگر مهاجرت کنه به وطن اصلی خودش رفته. اون کسی تفکر آمریکایی داره به خاطر چین اش دارن برن لس آنجلس. برای که به وطنش رفته، اون وطنش تو ذهن ای اون جامعه است که تو ذهنش ساخته، نسبت توی کشور خودش احساس بیگانگی میکنه. الان متاسفانه این موج رو، این فسادهای عجیبی که این دولت روحانی و دولت‌های اصلاحات را به وجود آوردن، این ذهنیت رو به شدت توی جوانهای ایرانی تقویت کردن. تو این مدت کوتاه چند ماه یا یک سال اخیر بیش از 900 تا استاد از کشور رفتن. چرا؟ امید خودشون از دست دادن. به چی؟ به کار. کار پیدا نمی‌کنن. کی این کار کرده؟ همه دزدانه که آغاززاده هاشون تماما تو آمریکا و کانادا و اروپا هستن، در رأس قدرتن، گرین کارتی هستن، وطنش آمریکا هست، وطنش کانادا هست. آیا اون ایرانی که فیلمثل اینجوری فکر میکنه اگر مهاجرت کنه در حقیقت به وطن خودش که آمریکا هست رفته، اگر در ایران ببینه از وطنش دور مونده و در حسرت بازگشت به اصل خودش عذاب میکشه، هر کسی کو دور مانده از اصل خویش باز جویت روزگار وصل خویش. اون چیزی که مولانای کبیر به ما میگه با شعر معروفش بشنو از نهی چون حکایت میکنن، اینا از اصل خودشون دور افتادن که همانا آمریکایی و تربیت اینجوری تربیت شدن. از طرف دیگه کسی که در اعماق وجودش فرهنگ ایرانی رو سازگار با هویت شخصی و درونی خودش میبینه، چه در آمریکا باشه چه در ایران، همچنان ایرانیه. 50 سال توی آلمان مونه همچنان ایرانیه. چنین شخصی در ایران احساس آرامش میکنه و در آمریکا حس میکنه که از اصل خودش دور مانده و آرزو میکنه اگه مردم منو ببرن ایران خاک کنن. لوید آستین وزیر جنگ دولت جو بایدن که خودش هم یه سیاه‌پوسته برای ایران اینطوری خط نشون میکشه. ایران باید به خاطر داشته باشد که ایالات متحده از سربازان آمریکایی دفاع خواهد کرد. جمهوری اسلامی باید رفتار درست داشته باشه. تو تهران می نویسن آقایون اصلاح طلب، خصیصه ای در ایران است که من با آن مصلحت گرایی یا عملگرایی دقیقه 90 میگویم. یعنی دقیقه 90 تسلیم بشیم. هنر تندروهام این بوده که جلوی اصلاحات بیستن و کار مملکت را به جا بکشونن. اینا هر دفعه گن میزنن چند ماه مونده به آخر پایان کارشون، آقا دولت پنهان نگذاشت، دولت فلان نگذاشت، ولی الان سر دست میکشونن میشکنن سر دست میشونن تا برن تدارکات چی در خیابون پاستور بشه. من نمیدونم اینا به قول معروف واقعا منافق هستن. خصیصه در ایران است که من اون رو مصلحت گرایم. هنر تندروها این بوده. حاکمیت میتونست کار کشور را به تحریم نکشونه. اگر سیاست خارجی دوران اصلاحات ادامه پیدا میکرد، اصلاحات جاهای رخ میده که حکومت در مقابل آن قرار نگیره. دموکراسی یعنی زنده شدن جامعه مدنی. خود من نمیدونم الان بیش از 30 سال شما دارین فعالیت میکنین، حزب درست کردین که چرخنده دموکراسی هست، گروهک محفل اسمش میدین حزب مشارکت، حزب کارگزاران، حزب زهرمار، حزب نه حزب پای اجتماعیت کو، اندیشت کو، دکترینت کو، استراتژیت کو، تاکتیکت کو، اساسنامت کو، برنامت کو، هیچی نداری، هیچی. فقط امید بستین بایدن بیا سر کار، امید بستین اوباما بیا سر کار. خب این شد سیاست. منظور این آقایون مثلا چیز میکنند که اصلا مهم نیست که سال دیگر اصلاح طلبان در قدرت باشه نباشه، ما با قدرت
و به طرف تغییر سیاست داخلی خارجی حرکت میکنه. جناح تندرو باید همه چیز رو بیاموزه. تندروها باید با چشم خودشون اونن که سرشون به دیوار سرشون رو به دیوار میزنن. روایت جانگیری از یک ادعای عجیب اقتصادی در محضر رهبر انقلاب. بهزاد نووی از ریاست جبهه اصلاحات کنار گذاشته میشه. اوه چیزایی از این دست. خب شما برید تجربه لیبی رو نگاه کنید. تجربه عراق، تجربه سوریه. اگر ادعا کنیم هویت ایرانی بزرگترین میراث فرهنگی بشری است، واقعا اینو من نمیگم، هگل میگه دیگه، بزرگترین فیلسوف غرب اینا اینجوری میگه. ایرانیان اولین امپراتوری جهانی رو هزاران سال پیش تشکیل دادند. از همان زمان تا به امروز تمدن ایرانی همیشه ماهیتی فراگیر و فراقومیتی داشته. تضاد امروز ما با غرب از جنس تضاد قومیتی نیست. حالا میتونیم همشون ثابت بکنیم آریایی، ما از شما آریایی تریم. خیلی ثابت بکنه، میگم شما قرن بیستم این صلیب آهنی رو آوردی، خیلی هم افتخار بکنه، این از ما دزدیدی شما. این چرخه زندگی است در فرهنگ میترایی. به قول معروف خاک، آب، آتش، باد، این چرخه زندگی بود، صلیب بود، صلیب بود که حالا شما سرش، این چرخه بالای سر کوروش بود. به قول معروف به اعتقادات اینجوری داشتن. پس بنابراین تو دیگه برای من نیا بگو فلان، تا حتی نمادت هم از ما دوستیدی. تمام آین قضا میبرن، اشرافی پالاش سرش قضا چیز میذارن که چیز نگیره، این مال فرهنگ مادها هست. تمام سلسله مراتبی که کشیش ها و کاردینال ها و اسقف ها و زهرمار ها رو شما درست کردی همش مال میترائیزمه. شب یلداتون از شب یلدای ما دزدیدی، کردش مال عیسی مسیح. اون شرابی هم که میخورید برای قول برای چیز مال ما بوده. همه اینا تمام آینهای ما رو دزدید. بخواه با اونا بیا بر ما حکومت کنی، برتری نژادی رو بخواه با من ثابت کنی، اینا همه اثبات شده است. برات میدارم میبرم تمام ما چی میگن این دیرها یا جایگاه های میترایا توی اتریش، توی آلمان، توی رومانی، توی ایرلند، توی اسپانیا، میرم اونجا یکی یکی برای تو تصویر میکنم که معنی اینا چی هست، معنی نمادها چی هست. برداشتی دوزیدی، حالا میرم پاپ آمد، فلان آمد، او برای تو پاپه، من قبل از اینکه با باشه کلاش من گذاشتم، این رنگ سرخ کاردینال حالا مال ما هست. بگذاریم تضاد امروز ما با غرب از حیث تضاد قومیتی نیست، بلکه تضاد تمدنی و فرهنگی است. ما به دنبال حفظ و احیای هویت ملی و میراث فرهنگی خودمون هستیم. غرب به دنبال نابود کردن هر گونه هویت ملی و مخدوش سازی هر گونه میراث فرهنگی بشری است. چرا؟ چرا چین رو میخوان منفور کنن؟ چون تمدن باستانی داره. دامادامی که کمونیستاش هم اونجا هستن به شدت ملی گرا هستن و اینا باید چینی بودن رو ننگین کنن. حالا به هر ابزار چین حراسی رو موقعی تو میتونی به وجود بیاری، همونطور که اسلام حراسی رو چه نقد میزن، به خاطر این تمدن این منطقه هست، جز لاینفک زندگی مردمان تا 1400 سال بوده، تمدن درست شده. چه بخوای چه نخوای، تو رو میخوای منفورش کنی، چین رو میخوای منفور کنی، ویتنام رو میخوای منفور کنی، همه اینا تا هویت زدایی کنه. چون انسان هویت باخته برده میشه، خیلی راه، خیلی راه مانکورت میشه، برده میشه. یکی از راه‌های شیوه هویت زدایی استفاده از شعارهای نجات پرستی است که در ظاهر موجه و قابل پذیرش، اما در عمل با هدف نفی هر گونه هویت ملی صورت میگیره. اگر هدف واقعا مبارزه با نجات پرستی است، اتفاقا فرهنگ ما در این زمینه بسیار موفق تر از غربی هاست که از نجات پرستی سفید به نجات پرستی میتونن دیگری متحول بشه. خب حداقل مسیحیت ادعای جوری برای اسلام نکنه، مسیحیت ادعا نکنه، چون پشت کلیسای
به قول معروف جنگ یک امپراتور میترایی بود با یک امپراتور، یک کسی که مسیحی شده بود، کنستانتین، قسطنطنیه رو به نام اون ساختن، همه اینا جنگ اینا و میترایی شکست خوردیم، پیروز شد. بعد از اینکه این حوادث صورت گرفت، شما میبینید که به قول معروف در روم بردهداری بوده، تو ایران هیچ وقت بردهداری نبوده، بردهداری شکل به مثابه شیوه تولید ها. ممکنه دوران های متأخرتر برده های سیاه‌پوست رو از آفریقا میبردن به مناطق اسلامی میفروختن، ولی به خاطر همین عرب ها به عرب های قدیم زبان پیامبر چیکار میکردن؟ ایرانی ها رو میگفتن هر، هر هستن، سرزمین آزادگان، آزاد بودن، هیچ کس بنده کسی نبود. به همین دلیل هم به اسلام ها به رومی ها نمیگفتن اینجوری، رومی ها برای که شیوه تولیدش بردهداری بوده، شیوه تولیدش این گونه بر نوع یک نوع اشرافیت بیمارگونه استوار شده بوده. مبارزه با نجات پرستی در صورت یه بحث دیگه است. اخیراً که ژنرال آمریکا پیشنهاد داده برای محافظت از پایتخت آمریکا در برابر معترضین و شورشیان یک نیروی نظامی واکنش سریع در داخل خود آمریکا درست کنند. نیروی واکنش سریع تو آمریکا. اما تو که نیروی واکنش سریع برای خاورمیانه درست کردن دیگه. اگر شعار دموکراسی رو جدی بگیریم، این یعنی نیروی نظامی که از منتخبین مردم در برابر مردم که اونها را انتخاب کردن حفاظت بکنن. نیروی واکنش سریع برای این، حتی آمریکایی هم میدونن چنین چیزی با عقل جور در نمیاد، البته کدوم کارشون عقلانیه. به همین دلیل هم هست که تعریف دموکراسی تغییر کرده، دیگه تاکید روی حاکمیت مردم یا نظر اکثریت نیست، بلکه مسئله اصلی حالا محافظت از حقوق اقلیت است و مبارزه با نجات پرستی که از ارکان همین محافظت از حقوق اقلیت ها محسوب میشه. یکی از کارهای رسانه های مختلف مخلوط کردن مفاهیم با هم. به طور کلی میبینیم که ملی گرایی، نجات پرستی دو مقاله به کلی مجزا و مستقل از هم هستن. هدف اصلی از تبلیغات در این نجات پرستی هویت زدایی است. در راستای پروژه هویت زدایی هر کسی هویت جا افتاده تر و محکمتری داشته باشه و اون نسبت بیشتر متهم به نجات پرستی میشه. لفرتشون از ایرانی ها به خاطر این، از چینی ها، چون هویتشون رو ول نمی کنن، مفت نمی فروشن، فقط بخیزن یه سری خود فروخته که این کار رو میکنن. هدف غرب نابودی هویت های سنتی هم هست، جایگزین کردن اونا با هویت واحد جهان وطنی نولیبراله که مرکزت اون در غرب و پیش چیداش سیونیست هستن و نابرابری در سطح جهانی رو تشدید و تداوم بدن. پادزر و تناشیوه مؤثر مقابله با نولیبرالیسم ویرانگر و ضد انسانی غرب تأکید رو عنصر ملیه، هر چیز ملیه ما، دین ما، آیین ما، زبان ما، فرهنگ ما، تمدن ما، خیابان‌های ما، آثار باستانی ما، همه اینا میراث مشترک ماست. اینا را در مقابل این تهاجم باید حفظ کنیم. در دورانی که هر روز کلمه تازه معنای قدیمی خودش را از دست میده و بار معنای جدیدی بون میدن، همینطور در شعر کلمات شناخته شده حذف میشه و کلمات مجهول میان، حتی افراد باسواد هم میفتن تو دام این بازی ها و اینا را چیز میکنن. اما یه بخشی دیگه مربوط به زبان هست که اهمیت زیادی داره. شاید پنجشنبه روی این بحث باز بکنم. اما دوستان عزیز، با توجه به اینکه اعلامیه تا
تازگی ها داده شده. نه بله، که گویا مشروط خواه ها و شورای گذاری ها و برخی از چپ ها اینا اعلام مشترکی دادن وضعیت جدید رو دارن میسنجن برای تحلیل قوم گرایی تو ایران، اما چیزی که بارها گفتم. همین صدا قبلا از کجا آمد؟ از برادر خاتمی، فدرالیسم قومی. تازگی ها آقای پزشکیان صدا رو در آورد، آقای حجاریان صدا رو در آورد که دولت مرکزی اگر نظامی بشود اطراف کشور مسلح میشن. تمام اینا این اعلامیه رو حالا سردمدارانش هم آقای آهی هست و نمیفهم این آقای مال حزب مشروطه هست و سازگارا هست و این سری هستن استادن. اینا سیاست هماهنگی برای انتخابات 1400 بردن، تشدید قوم گرایی تو ایران و در این راستا رفتن. همونطور که حوادث کردستان این رو نشون داره میده، بی بی سی به شدت روی این داره کار میکنه، روی کومله داره کار میکنه، تبعیدیان کرد مسلح و تیتر بی بی سی رو اینجوری است: رپورتاجی تبلیغاتی که متنون برای گروه مسلح تروریستی جنایت طلب تنظیم شده تصویر حماسی ازشون میسازه، توجیهات اخلاقی براشون درست میکنه، دا فران همین به قول من تروریست های احوازیه وقتی که این جنایت را میکنن حالا اینا رو میگیرن تروریست هم قول معروف چیز عقیدتی نیستن یا چیز سیاسی نیستن، تروریست تمام عیار هم میان کودک هم میکشن. حالا اینا مجازات میشن، اینا سرصداشون به شدت بالا میره و مطالب عدیده ای را تر میکنن که آقای رضا پهلوی هم چیکار کرده بود، بیانیه داده بود در این رابطه. بگذاریم که هیچ سنخیتی با واقعیت ها نداره، از بعد ما رو در فشار قرار میدن که مقاومت نکنن. از طرف دیگه نیروهای مسلح کشور رو به خصوص سپاه رو به شدت بدنام میکنن که چی؟ که دست تجزیه طلب ها باز بشه، فشار بین المللی، تبلیغاتی، جنگ روانی فلان که فردا خوزستان رو بتونن راحت جدا کنن، بلوچستان رو راحت بتونن جدا کنن و سپاه هم خل سلاح شده است، از لحاظ روحی خل سلاح شده است، از لحاظ به قول معروف فیزیکی هم خل سلاح شده است، میزنش تو لیست تروریست، صدا و سیما رو میزنن تو لیست تروریست ها که تبلیغات داخلی رو بتونن تحت کنترل خودشون در بیارن. و از طرف دیگه میبینیم که خب در ستون پنجمشون داخل کشور روی مسئله FATF چقدر پافشاری میکنن. آیا واقعا اینا میخوان جلوی پولشویی رو بگیرن؟ پولشویی کجاها صورت میگیره؟ خب نگاه بکنید در سال 2018 رتبه اول رو در پولشویی کی داشته؟ سوئیس و بانکای سوئیس. سال 2020 رتبه سوم رو داره. دانمارک نگاه بکنید، بزرگترین پرونده 200 میلیارد دلاری پولشویی توی بانکای دانمارک صورت گرفته. سال 2008 تا 2018 یک تریلیون دلار در لیتوانی پولشویی شده. 18 بانک از 20 بانک اروپا و از جمله 5 مؤسسه مالی بزرگ انگلیس در دهه اخیر به اصطلاح چی هستن؟ وارد این بازی کثیف پولشویی شدن. وال استریت ژورنال میگه کانادا 2/3 بانک های کانادا به پولشویی مشغولن. آمریکا رتبه دوم رو بعد از جزایر کیمن سالانه 300 میلیارد دلار در آمریکا پولشویی میشه. این گوشه ناچیزی از پولشویی در خود خاک آمریکا است. اما اینا چرا دنبال ما میگردن؟ چرا ستون پنجمشون میگن ما باید بریم توی FATF؟ خب چرا؟ چه کسانی در واقعیتی قرار دارن که بگن این پولا کجا رفته؟ یا پولشویی هست چرا تو خودشون نمیگردن؟ این پولایی که تو آمریکا، توی اروپا، توی همشون مثل پولشویی ها کلان شده اثبات شده هست اینا.
حالا رفتن دوبارش اینو جریمه کنن، اینو رفتن دوبارش منشه پولشویی رو بفهمن، پول از طریق قاچاق مواد مخدر اومده پولشویی شده، از چی اومده، بیا به کجا منتقل میشه، آیا صرف تروریست سازی خاورمیانه نمیشه، آیا صرف تایید چی میگن تولید داعش نشده، ده ها گروه به قول معروف تروریست درست کردن در خاورمیانه، کی کار کرده از دهه 70 80 90، کی پشت این قضیه بوده که موشکای استینگر بگیره بده به مجاهدین افغان، بازی افغانستان کی رو انداخته، پول این کجا آمده؟ خب گروه ویژه اقدام مالی کمترین اشاره به نقش آمریکا، سوئیس، دانمارک و انگلستان که اینا عضو اصلی هستن، یعنی تو سیستم مالی کشورته باید بدی دست این چند کشور که اینا اصلی هستن، آمریکا، سوئیس، دانمارک، انگلستان عضو اصلی هستن و 17 کشور اروپایی حاله های بعدیش رو تشکیل میدن، یعنی کاملا دست اینا باشه که ما چقدر نفت میفروشیم، چه کجا میره، فلان میکنیم، همه جزئیاتش رو در میارن. تا اگر چینی ها نبودن که الان ماهیانه روزانه 306 بشکه در روز از ایران تمام مدت نفت خریدن و الان هم بهتر شده، خب کمر کشور ما نابود میشود، میشکست، تسلیم آمریکا میشودیم، تحریم هایی که وجود داشت این وضعیت رو وجود بود. اما نگاه بکنیم مدیریت این نهاد دست کیه؟ دست خودشونه، دارست این افراد رو چیز میکنن، آژانس دست کیه؟ آژان پول آژانس از کجا میاد؟ این همه کارمند و این همه تشکیلات و فلان اینا از کجا میاد؟ از خودتون پرسیدید؟ این آلت دست کیه؟ آژانس. آیا روسیه، چین، هندوستان، کشورهای دیگه در آژانس نقشی دارن؟ در اون مرکزیتش پولش به کارمنده کی میدن؟ آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها میدن و اینا بازرسن. اینا بازرسی چی میکنن؟ جاسوسی میکنن. همونطور که همه نقش تو عراق به خوبی انجام دادن سال 1990 که بازرسا را افتادن به عراق، تمام دانشمندشون از اونجا شناختن، ترور میکردن، اطلاعات ترور رو میدن دست اسرائیل، اطلاعات دیگه رو خودشون یا کارهای دیگه باش میکنن و فلان و فلان و فلان. پس بنابراین اعتماد کردن به این سیستم بسیار بسیار کار خطرناکه. اما برگردیم به این که آمریکا یا قول معروف چیکار میتونه بکنه برای ما؟ آیا به وضعیت مطلوب ما رو باز میگردونه؟ آیا سیاست آمریکا در خاورمیانه سیاستی است موفق؟ و سیاست امنیتی بایدن چی است؟ چرا تا یک کلمه بایدن میگه تو تهران قش و ریز میره این روزنامه‌های اصلاح طلب؟ اینا وظیفه‌شون این است که اینجوری بی خودی آنگلادیسما کنن. سفارت آمریکا توی حزب مشارکته، توی حزب کارگزارانه، تو خانه آقای خاندان رفسنجانی صد تا سفارت داره تو ایران. خب بیامینه میگه سند امنیتی دولت بایدن که منتشر شده آیا امیدواری ایجاد میکنه که سیاست آمریکا تعدیل بشه در مورد ایران؟ واشنگتن متحد شده به مقابله با تهدید ایران. خب ایران به دنبال توانمندی های سرنوشت سازی است. پایان چک سفید آمریکا برای متحدانشون در جنوب غرب آسیا. دولت جدید آمریکا با انتشار سند موقت رابردی که چیز کرده مدعی شده ایران به دنبال توانمندی های تحول آفرینی است و واشنگتن نیز متحد تا با اقدامات تهران مقابله کنه. میبینیم که کاخ سفید با امداد پنجشنبه سند امنیتی موسوم به راهنمای موقت رابرد امنیت ملی آمریکا را، دولت جدید آمریکا را منتشر کرد. کاخ سفید درباره این رابرد امنیتی توضیح داده. این سند
موقت است برای ابلاغ دیدگاه رئیس جمهور بایدن در باره اینکه آمریکا چگونه با جهان تعامل خواهد کرد منتشر شده. و همچنین برای وزارتخانه و سازمانهای آمریکا به صورت نامه ارسال شده. در این سند 23 صفحه‌ای نام ایران 4 بار تکرار شده. دولت بایدن هم مانند دولت قبلی این به اصطلاح اتهامات بی اساس و نخنما شده علیه جمهوری اسلامی را تشدید کرده. در بخش چشمانداز امنیت جهانی در زیر مجموعه تهدیدهای منطقه‌ای به پیگیری توانمندی و فناوری‌هایی که قواعد بازی را تغییر می‌ده ادامه داده و مطرح کرده و ضمناً تهدید متحدان و شرکای ایالات متحده که صفات منطقه رو به چالش بکشونند رو به اصطلاح مطرح شده. دولت آمریکا در قسمت اولویت‌های امنیتی خودش در این سند با تاکید بر تعهد خودش به حفظ امنیت رژیم صهیونیستی آماده است خودش رو اعلام کرده، آمادگیش رو. ما با شرکای منطقه خود تلاش میکنیم تا با ستیجوی ایران و تهدیدهای اون برای تمامیت ارضی و حاکمیت مقابله کنیم. یعنی من اینجا کوچکترین چیزی نمیبینم که اینا اینقدر خوش تخصی کردن که نگاه آقای بایدن و تیم او به ایران نگاه منصفانه خواهد بود. نه، جنایت های این بابا رو توی یمن اداره ادامه میده، جنگ به سخت‌ترین شکلش رسیده و حمایت هم مجدداً کرده. وزیر دفاع آمریکا رسما اعلام کرده که از عربستان حمایت بکنه در مقابل تجاوز حوثی ها. خنده دار نیست. اینا خودشون با عملیات کثیفشون جنگ رو شروع کردن، حالا میگم ما داریم دفاع از خودمون میکنیم. عربستان میگه بیچاره دفاع داره از خودش میکنه. به سازمان ملل شکایت میکنه. خیلی وقیه. در ادامه سند موقت راهبردی امنیت ملی دولت نقش واشنگتن در رهبری عدم اشاعه در جهان ادعا کرده که ما در همکاری با شرکا و متحدان خودمون تلاش میکنیم. این سند همینطور با تاکید بر اینکه آمریکا دیگر نمیخواهد در جنگ‌های بی پایان دخیل باشد که منجر به از دست رفتن جان هزاران نفر و تریلیون ها دلار هزینه می شود. دیگر نمیخواهد. تفلکی بعد از تریلیون ها دلار 7 تریلیون خرج کرده، صدها هزار انسان رو کشته، خودشم کشته داده. حالا تازه رسیده که میخواهیم به این جنگ های بی پایان پایان بده. بله، مدعی شده در خاورمیانه ما حضور نظامی خودش رو به سطح مناسبی که شبکه‌های تروریستی بین‌المللی رو مختل کرده با ستیزجوی ایران مقابله نموده و منافع حیاتی آمریکا را حفظ کرده تغییر میده. همین بابا جوان نتنم از تروریست‌ها حمایت کنید، قاچاقچی هم هستی، نفت سوریه رو دزدی می‌بردید و می‌فروختید، خودت اردوغان شریک شده بودید نفت سوریه رو استخراج میکردید، در محله اونجا چیکار میکردید؟ انبار میکردید، پالایشگاه کوچیکی اونجا بود بنزین تولید میکردید و وسایل نظامیتون رو با اون بنزین تغذیه میکردید و همه این جنایت رو کردید. گندمهای مردم سوریه رو میدزدیدید. یعنی در سطح یک قاچاقچی تنزل پیدا کردید. ارتش ظفرنگون آمریکا. خب این وضعیت چیگونه است؟ حالا اینا تهدیدن تو نجات بخشی. چین و روسیه تهدیدی برای نظام جهانی است. دولت بایدن برای بایدن مطرح کرده با افزایش قاطعیت چین در سطح جهانی مدعی شده این کشور تنها رقیبی است که میتونه قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری خودش رو برای اعمال چالش ها پایدار در منطقه بسپار منطقه با ثبات بین المللی خاورمیانه ترکیب بکنه. در سایه سند امنیتی با مطرح کردن اتهامات همیشگی علی مسکو گفته که روسیه همچنان مصمم نفوذ جهانی خودش رو تقویت بکنه و امثالا. پایان چک سفید آمریکا برای متحدانش در جنوب غربی آسیا بود که این سند با اشاره به
تمایل دولت بایدن برای پایان دادن به بحران‌های منطقه غرب آسیا آمده، اما ما باور داریم که قدرت نظامی پاسخگوی پاسخ چالش‌های این منطقه نیست. راه حل نظامی نداره. خب من بی سواد، اما روز اول که داشتی لشکرکشی می‌کردی به افغانستان تو همین رادیوهای لس‌آنجلسی، گفتم آقا مبارزه با تروریسم راه حل نظامی نداره، میکروفون منم قطع کردن. همون جایی که 11 سپتامبر شد، همون روزش با من تماس گرفتن تلفنی، موقع تلفنی بود. خب چیکار کردم؟ منم در آمدم گفتم شما آمریکایی‌ها 11 سپتامبر برای کشورهای دیگه درست کردید، الان دیگران برای شما درست کردم. اینجا هم تلفنم قطع کرد. گفتم شما تو شیلی 11 سپتامبر 3000 نفر مگه تو استادیوم سانتیاگو نکشتی؟ مگر دست ویکتور خارا رو نبریدی؟ زبانش رو نبریدی؟ مگر تمام جنایتکار آلنده منتخب مردم رو مگر جنایتکار رو نکشتی؟ خب اونم 11 سپتامبر بود. ولی گفتن حقایق حقیقت برای اینا تلخه و به همین دلیل که ما حمایت خود را از عملیات نظامی تهاجمی در یمن را برداشتیم و تلاش سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ حمایت کردیم. هدف ما کاهش تشنج منطقه‌ای و ایجاد فضای برای مردم خاورمیانه بود، که البته این سند رو حالا بنده زیاد جدی نمیگیرم که اینا به قول معروف سیدی روزگار خیلی وحشتناکتر از حرف هاست که آدم رو به صراحت و صرافت نکشونه. قطعاً و قطعاً این وضعیت ناشی از امر دیگه است. اون امر چی است؟ خودشون هم رسیدن، خودشون هم تحلیل میکنن و خودشون هم نظر میدن که تو این فضایی که ما ساختیم تو خاورمیانه برای خودمون، هر 6-7 تریلیون، بعضی میگن 7 تریلیون دلار خرچ کردیم، پول ریختیم، آدم کشتیم با این پولا، تخریب کردیم، ویرانگری کردیم، تمدن‌ها رو نابود کردیم، همه کار رو کردیم، بدنامی تاریخی هم برای خودمون تو خاورمیانه به وجود آوردیم. طبیعتاً هیچ عراقی تا آخر عمرش 7 نسل دیگه این جنگ عراق رو افغانستان آمریکا با، یا مردم سوریه یا مردم لیبی اینو فراموش نخواهد کرد که چه جنایتای شما کردید تو زندان ابو غریب. خب اما تو این فاصله چینی‌ها چه وضعیتی داشتن؟ خودشون میگن آمریکا 12 سال است که تلاش میکنه تا از خاورمیانه خارج بشه و طی این سال هم تنها بر میزان رقابت های در منطقه، قدرت های منطقه از جمله ایران، اسرائیل، روسیه، عربستان و ترکیه، این رقابت ها تشدید شده با وجود حضور نظامی آمریکا. در همین حال هم باید بپذیریم که چین بزرگترین برنده این رقابت ها در خاورمیانه بود. چینی ها لشکر کشیدن، این چین ستیز های نوکر نولیبرالیز در داخل ایران چیز میکنن. اتفاقا اون موقع که مسئله دریای خزر بود که من توی مباحثاتشون مناظرهاشون شرکت میکردم دیگه. حتی آقای سفروف رو توی کانال یک آوردم که واقعیت ها بینا حالی کنم که این جاوا اون موقع موج روسیتیزی رو در خارج سلطنت طلبا بلند کرده بودن، اما موج چین ستیزی رو در داخل اصلاح طلبا رو انداختن. خب لشکر کشی کرده بود. الان هم میدونم مشکلتون چی هست. از برنامه 1400 میترسید که توی مسیر دیگه ایران بیفته، که اگه فرصت کنم گوشای از اون رو خواهم گفت. و خب چرا توی این مدت چینی ها چی کار کردن؟ پکن در حال حاضر بزرگترین خریدار نفت منطقه است. اکنون کشور بدون سر و صدا به تنهایی به تنها قدرت خارجی تبدیل شده که با همه کشورهای بزرگ منطقه روابط سیاسی و تجاری قوی داره. خب از نظر واشنگتن معناش اینه که خاورمیانه دوباره به عرصه رقابت های قدرت های بزرگ تبدیل شده. بعد از فروپاشی شوروی اینا فکر کردن کار تمامه، خب حالا دیگه منطقه دست ماست. نفوذ
رو به رشد چین در خاورمیانه هنوزم به طور مستقیم منافع حیاتی آمریکا رو تهدید نمی‌کنه، بخواد پایگاه نظامی یا امسالام. با این حال همسویی عمیق پکن با ایران، پیوندهای دوستانه که با گروه شبه نظامی شیعه ضد آمریکایی برای واشنگتن وجود بوده، برای واشنگتن نگران کننده است. خطرات طولانی مدتی هم برای نیروهای آمریکایی در پی دارد. دولت بایدن باید هزینه هایی را که به چین و ایران تحمیل کرده تا شراکت استراتژیک تازه اونها به نوعی کنترل بشه. داخل که دولتی ها، اصلاح طلبان از داخل و میکانیزم های دیگه که دارن، خود تصمیم گیری دولت ایران دست آقای روحانی و دار دست اصلاح طلبش و اینا هستش دیگه. اینجوری زمان میخرن، تأخیر بندازن، مشکل ایجاد بکنن و ایران به اصطلاح تا پیوندهای استراتژیک به وجود نیاد. همچنین باید تشخیص بدن که بیشتر متحدان و شرکای خاورمیانه آمریکا، از جمله حتی اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس مصمم هستند که در میان رقابت ژئوپلیتیک آمریکا و چین قرار نگیرن. من نمیدونم اینایی که چین سیتیزن تو ایران شرم نمیکنن، خجالت نمیکشن، یه روز تکنولوژی بانجور و کالاهای بانجور هر روز به یک چیز در میارن، ویروس چینی و از این شیوه ها متوسل میشن. بابا اسرائیل خودش به اصطلاح چین اونجا نفوذ بسیار کرده، احمق ها، عربستان همینطور، امارات همینطور، فقط ایران هم. تا نوبت ایران شد که بخواد چیز بکنه، آی حدا جاد جنجال شما بلند میشه، میمه هم پرست میشین، میمه هم پرست میشین برای امریکایی هست، برای منافع آمریکا فقط. خب در سال 2012 وانگ جیسی، برجسته ترین مفسر سیاست خارجی چین، مفهومی رو تحت عنوان حرکت به سمت غرب پیشنهاد داد. این در این باره نوشت: همزمان با ایجاد توازن میان چین و آمریکا در آسیا، روابط بین دو کشور به طور فزاینده مناقشه برانگیز خواهد شد. و خونم ایدولوگا و نظر پردازان قبلی هم دارن، چینی ها بسیار دقیق و معتاد هم هست. از یه چین شناس میپرسیدم به اصطلاح سیاست چین اخیراً تهاجمی شده، چرا؟ گفت الان مدت هاست توی همین دوران ترامپ به خصوص بخش بزرگی از سفرهای چین عوض شد. بودیم جستجوی کنیم چرا؟ گفت تمام سفرهای چینی با اخلاق کنفوسیوسی تربیت میشه، خیلی مؤدبن، خیلی تودار هستن، تمام چیزهای فرهنگ چینی رو بازتاب میدن. بعد گفت حالا تازه چی شد؟ گفت الان تمام سفرهاشون جوون شدن، با اون فرهنگی که با غرب حرف نمیزنن. گفتم چی اومده؟ به نام گروه گرگ های مهاجم. این تمام چیزه دیپلوماتاشون همه 35-40 سال هستن، به نام گرگ های مهاجم، این صفتی که با خودشون داده. این دیگه با ادب حتی غربی رو تغییر میکنن، اصلا دمودن همی کاری میکنن تا جوابی بدن به این چین سیتیزی و این بازی های که اینا رو انداختن. یعنی دیگه با زبان صبر و حوصله و نمیدونم توداری و اینا با اینا رفتار نمی کنن، خوشبختانه. خب حالا بگذاریم که دیدگاه متفاوتی بود و امثال هم انتقادی که می کردن به هم دیگه، بطور خلاصه بسیار روشن فکرانه سیاست خارجی چین به شدت نگران خطراتی بودن که یک پروژه برجسته چینی شبیه کمربند جدید جاده ابریشم میتونه در خاورمیانه به بار بیاره. استراتژی های چینی، استراتژیستاشون
منطق استفاده از قدرت اقتصادی کشور را برای منافع سیاسی میدن. اما اونها از گرفتار شدن در رقابت‌های ملی و فرقه منطقه هراس داشتن. در واقع تاریخ هم نشون میده که اجتناب از این نتیجه کار ساده ای نیست، چرا که در طول قرن‌های متمادی میبینیم که به اصطلاح منطقه خاورمیانه همیشه باتلاق بوده برای روسا، برای انگلیس ها، برای فرانسوی ها، برای امریکایی ها، این باتلاق بوده، همیشه فرو خورده. این اولین بار من گفتم گرداب برمودا این منطقه است. ایران مرکز ثقل گرداب برمودا است، هر کی بیار میخورش. تو داره تاریخ همین نقشی بازی کرده، میکشونه تو خودش، بعد مستعیلش میکنه، بعد ایرانیزش میکنه. مغول رو ما آدم کردیم. تمام قبایل عرب که به ایران اومدن اسکان پیدا کردن دو شرق خراسان، همه بعد از مدتی یک نسل هم نشد فارسی یاد گرفتن و چی هستن با تفکر چیز بودن. تو سپاه ابو مسلم خراسانی هم تمام شرکت کردن، انتقام خودشون از بنی امیه در آوردن. یعنی این چیز استعدادی داره این فرهنگ که این کار میکنه. حالا بگذاریم کلن باطلاقی هست یا به اصطلاح چینی میگن گرداب برموداست که جر بکنه. این رو چینی شناسا میدونند، یعنی چی میگن استراتژی های چینی. در صورت در آفریقا، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی شرقی و آمریکا جنوبی، چین معمولا معاملات خودش رو با هیاهو و رسانه و تبلیغات و اینا انجام میده. در مقابل در خاورمیانه، در کل خاورمیانه سرصدا نمیکنه، چون یک چیز داره، میگه تمسا رو نباید بیدار کرد. تمسایی که آمریکاست، میگه هر وقت گرسنه است دهنش عوض میکنه، یه لقمه گوش بندازه تو دهنش دوباره بخوابه، هر چی بیشتر بخوابه به نفع ما هست. خب و همین دارید توی خاورمیانه رفتارش یه گونه دیگه است. در همه باعث شده تا اونجا که ممکنه آروم حرکت کنن. به عنوان مثال در مورد چگونگی همکاری صندوق سرمایه‌داری مستقل ابوظبی با شرکت هوش مصنوعی چین اطلاعات کمی منتشر شد. اکثر موافقتنامه‌های چین با کشورهای خاورمیانه هرگز به طور کامل نه به انگلیسی نه به زبان ماندارین یا زبان چینی و اینا منتشر نشد. به عنوان مشارکت استراتژیک جامع با ایران هنوز ما دلیل خاصی نمیبینیم. اگر هدف چین دستیابی به نفوذ بدون درگیری در خاورمیانه است، پروژه راه ابریشم با موافقت زیاد همراه بوده. لیست کشورهایی که این پروژه رو تایید کردن و متعهد به همکاری شدن شامل مصر، ایران، عراق، قطر، عربستان سعودی، ترکیه است، امارات متحده عربی، همینا توی پروژه هستن. این فقط باید یک زنگ خطر برای واشنگتن باشه. این کشورها تقریبا در هیچ چیز توافق ندارن، اما همه اونها خواهان روابط نزدیکتر با چین هم. من نمیدونم همه اینا دنیا چیز میکنن، اماش اصلاح طلب وطن فروش نمیخوان. ماموریت دارن که از طرف واشنگتن و تلاوی هر طوری ممکنه مناسبات ایران و چین رو در تیرگی نگه دارن که اونا نیان 400 میلیارد تو ایران سرمایه گذاری بکنن. مسئله سازترین موضوع برای منافع ملی آمریکا مشارکت راهبردی بین چین و ایران و سیاست داخل ایران. در صورت بین یک جناح اصلاح طلب یا جناحی به اصطلاح هستن که ماجد محافظه کارا هستن، اینا چیز هستن که به اصطلاح با بیمیلی طرفداری میکنن از پروژه جاده ابریشم. اما یه جریان ملیگرای رو به رشدی در ایران هست، ایرانگرا جوان هستن و اینها از این پروژه به شدت حمایت میکنن که دیگرگونی عظیمی در ساختار اقتصادی ایران به وجود میاره. اونا توضیح میدم که از
نولیبرالیسم اقتصادی بدون اینکه ایران عبور بکنه غیر ممکن است به اقتصاد ملی برسه، غیر ممکن هست که به خودکفایی ملی برسه و غیر ممکن هست که اقتصاد مقاومتی شکل بگیره که حداقل ما در زمینه غذایی امنیت غذایی داشته باشیم، حیاتی برامون، امنیت دارویی، ولی اینا حیاتی برای ما، برای همه کشورها حتی غربی ها رو امنیت غذایی خودشون چیز نمی کنن. اونجا سوبسید هم میدن، حمایت هم میکنن. کشاورزای آلمان، کشاورزای فرانسه مورد حمایت کامل دولت هاشون قرار میگیرن، هلند به خصوص، همه جا که امنیت غذاییشون رو به خطر نندازن. اما ما ستون پنجم تو ایران داریم که نقشه راکفلر رو داره پیاده میکنه آقای کلانتری و داردستش که کشاورزی ایران رو هر چی بیشتر وابسته بکنن. علتش هم روشنه. چرا؟ برای که نئولیبرالیسم که اینا دارن پیش میبرن این است که به تفاوت اقتصاد چین با ما این است که اون آمده به اصطلاح یک اقتصاد ملی رو پایه‌ریزی کرده که اصلش بر صادراته. برای صادرات باید چیکار بکنه؟ کیفیت و کمیت کالا رو ببره بالا. حتی دامپینگ هم میکنن. همه کشورها دامپینگ میکنن. یعنی کالای رو وارد کشورهای دیگه میکنن تا بازار اونا رو به دست بیارن و قیمت پایین میدن. یه دوره ژاپنی‌ها تو خود همین آلمان، توی کشورهای غربی به صورت از طریق اتومبیلاشون تونستن دامپینگ کنن، قیمت رو به شدت پایین آورده بودن و در نتیجه خیلی طرفدار تو خود آمریکا و اروپا به ماشینای ژاپنی پیدا کردن. چرا؟ خب برای اینکه سود، کمترین سود رو گذاشته بودن در فروش. اما در یک پروسه بلند مدت‌تر از طریق وسایل یدکی، تعمیرات و هزار تا کار دیگه سود رو جبران میکردن. اینجا بانکایی که به اصطلاح وام به تویوتا میدادن برای وامش کمترین وام بود، ماشین های دست دوم طرف خریدار رو میخریدن، بار کشتی میکردن میفرستادن آفریقا. یعنی با این کارها مبارزه رو سازمان میدادن. چینی ها تو این کارم استاد هستن و در نتیجه کالای چینی به دلیل کمیت زیاد، قیمت پایین، عناصری که تو قیمت تاثیر دارن چی هستن؟ یکی مدیریت، یکی نیروی کار انسانی خبره است و مزد کم، مواد اولیه است. اینا عناصر چیز هستن که قیمت کالا رو بالا میبرن یا پایین میارن. خب چینی ها مجهز شدن به مدیریت کامل اروپایی و کیفیت کارشون الان در خیلی از زمین ها جلوتر از این زده شده و در نتیجه کسی حریفش نمیشه. جامعه غربی آمریکایی بزرگترین مقروض دولت چین دولت آمریکاست که بسیار مقروض به دولت چین و بزرگترین ذخایر ارزی جهان هم داره، بیش از 3 تریلیون دلار ذخایر ارزی داره که البته همش به طلا تبدیل کرده و یواش یواش روسیه و چین از زیر ذخایر ارزی دلار خارج شدن چون شکنندگی وضع دلار و تقابل رو کاملا پیش بینی کردن. از سال پیش اینا این کارو کردن. مال ما در عوض برای که ما دولت ما رو به زانو در بیاره 60 تن طلا رو برمی‌داره میاره تو بازار میفروشه، با پولش خرج عیاشی خودشون رو میکنن، یعنی عیاشی های کلان، یعنی کالای خارجی وارد میکنن. و چیز آخه دولتی که، مملکتی که به اصطلاح تبدیل بشه به وارد کننده کالاهای خارجی، اون صنعت تو اونجا روش میکنه، تولید میره بالا. هیچ کدوم از این اتفاقات نمیفته. ایزم درجه بیکاری و شکستگی و تورم هم جز چیزش میشه و کالای خارجی وارد کردن. بیش از 30 کالا هست، بیش از 32 کالا هست که تو داخل تولید میشه ولی اینها گمرکات بهش نمیبندن. دولت چین تمام کالاهایی که داخل درست میکرده ممنوع یا گمرکات سنگین که خودت رقابت کالای خودش ببره بالا. اینا بازار خودشون تحویل اینا ندادن که 60 میلیون چیز دارن، بیش از 60 میلیون، بیش از 600 میلیون طبقه متوسط دارن. الان چین بزرگترین تولید کننده چی از اتومبیل برقی است. چرا؟ برای اینکه با باتری کار میکنه.
چرا؟ این امتیاز داره، دیگران ندارن. اندازه تمام اروپا و آمریکا ماشین برقی داره، بیش از 500,000. برای که در چین خاکی نایاب هست که باش همین باتری های اتومبیل های برقی رو درست میکنن. این یه امتیازشه، یه خیلی کمیابه. تمام این او آفریقا هم که رفته قراردادهای سخاوتمندانه بسته، همه اینا قرارداد در مورد همین خاک هم بسته با مدت 25-30 سال که قرارداد که بفروشن به چین، اینا محروم کرده غربی ها. و در نیجه حالا اتومبیل ها برقی شدن، سوبسید به کسانی، به مشتری ها، به کسانی میده که اتومبیل دیزلی، اتومبیل بنزینی رو تبدیل به چیز برقی بکنن. دولتی کاری میکنه، آگاهانه، هم برای محیط زیست خوبه، هم صنعت اتومبیل رو اینجوری به چیز خودش در میاره، بازی خودش در میاره و مسئله از این دست. با این آینده نگری هست تو میتونی چیکار بکنی؟ کشور تو آباد بکنی، نه اینکه بازاراتو به روی کالای خارجی باز کنی. همه الان شب عیدی آمدن به اینا بیشرف ها پول ارز دولتی رو برداشتن، بردن کالا آوردن تو انبارا کردن و چیکار کردن؟ تمام دوروبری های خود همین دولتی هستن احتکار کردن. کشتی رو روی آب برای خوراک تیور نگه داشتن تا نیاد وارد بازار بشه، قیمت مرغ بره بالا، قیمت گوسفند، همه چی با این دلالی ها و کثافتکاری ها میخواید به استقلال برسید؟ دولت خاتمی، اصلاح طلب، شما برنامه دارین اصلا؟ حالا به خاطر همین هم شما از سید محمد وحشت دارید، به وحشت افتادید همتون، چون اون پروژه داره، اون با قاطعیت میاد جلو، اون میتونه این به اصطلاح نوع جدیدی از توسعه رو بیاره که توسعه نولیبرالیستی نخواهد بود. شما از این وحشت دارید که اینا بیان دکان دزدی های شما رو ببندن و ارزخوری شما رو ببندن و اینا. که الان من فرصت شد، فرصتم دیگه نیست متاسفانه، بیشتر توضیح میدم در این زمینه. خلاصه در صورت این رقابت آمریکا به چین رو میخوام بدونم کی برنده شد، کی بازنده شد. پس بنابراین روابط چین و ایران برای دهها دوستانه بوده، اما در دوره ریاست جمهوری ترامپ این دوستی عمیق‌تر شده. چین با وجود تحریم ها همچنان از ایران نفت خام خریده، همزمان تجهیزات مخابراتی به ایران فروخته و تمام چیزهای نیازهای تکنولوژی ایران را برطرف کرده. در حال حاضر دو کشور در حال مذاکره برای توسعه بندر جاسک هستن، بندری که در نردرزیگ ترگی و هرمزه. قرار هفته گذشته دو کشور تمرینات دریایی داشتن که به اصطلاح مانور دریایی. گروه های شیعه در سراسر منطقه به دلایل مشابه جذب چین شدن. اونا این کشور رو وزنه برای مقابله با آمریکا میدونن. وزیر انرژی عراق در سال در اکتبر 2019 نوشته چین گزینه اصلی ما به عنوان یک شریک استراتژی طولانی مدت. گروه های شبه نظامی شیعه از عراق و سوریه تا لبنان بارها و بارها از چین تبجید کردن و سرمایه گذاری چین رو به عنوان اهرمی در برابر آمریکا خواستار شدن. تو لبنان هم همین کاری کردن و همسلام. با کمال تعجب این روابط عالی چین با ایران و شیعان موجب واکنش های ضد چینی در کشورهای سنی منطقه هم نشده. عربستان سعودی برنامه برای آموزش به زبان چینی داره به عنوان زبان سوم در همه مدارس و دانشگاه. این کارش در عربستان شروع شده. این کشور در کنار امارات آره به جایی که این بچه هاتون عاشق آمریکا بشن فلان بشن، خب بریم توی دانشگاه چین درس بخونید. چرا همش کار دست دانشگاه ژاپن چل بود درس بخونید؟ چه اشکالی داره؟ فقط قهر، فقط آمریکا. آینده بچه تو این است که زبان چینی رو یاد بگیره. الان تو خود همین جوان ها توی آلمان همه خیلی یاد دارن زبان چینی میخوان یاد بگیرن، تلاش میکنن ولی متاسفانه
این غرب پرستی تو این طبقه متوسط ما و این فرهنگ کثیفی که اصلاح طلب آوردن ما را بیروز انداخته که چین به اصطلاح توی عربستان داره این کار را میکنن. ما نه، این کشور در کنار امارات متحده عربی و کویت همگی با وجود فشار آمریکا هواوی رو برای ساخت زیرساخت‌های مخابراتی G5 به کار گرفته. امارات متحده عربی اولین کشور خارجی بود که به واکسن کویت 19 سینوفام مجوز داده. خود شیخ محمد هم آل راشد اومد رسما عکس گرفت و واکسن چینی رو آزمایش کرد. نکته قابل توجه اینه که چین به اصطلاح در رابطه با مسلمانان ایغور که آمریکایا و غرب پرستا و افراد بسیار نحیفی مثل مرتضی مطهری که پسر آیت الله مطهری ای مسلمانان ایغور میگه، ترکیه که بزرگترین حامی ایغورها بود که معروف از اون جنگ یمن و این برنامه استراتژی داشت برای ایغورستان چیکار سینکیانگ چین چی هست با خاطر همه منافع اقتصادیش با چین پشت اینا رو خالی کرد و بسیاری از این فعالین ایغور رو دستگیر کرد. عربستان دخالت نکرد. حالا ما بیان چیکار بکنیم آقا منافع ملی همه چی این دفعه ایغورها، خب ایغورها چیکارش کنه؟ خب تروریست هست چیکارش کنه؟ همونطور که در چچنستان کار کردن و چیکارش کنه؟ در صورت خودتون هم دیدید که بن سلمان رفتش چین و پکن و اینا کلی قرارداد بستن اونجا روی مسئله نفت و گاز و پتروشیمی و اینا. رجب طیب اردوغان هم در مورد مسئله ایغورا سکوت کرده. پلیس ترکیه صدها پرنده ایغور رو به دستور چین دستگیر کرده و روی مسئله اقتصادی خودش با چین حساب زیاد باز کرده. حتی اسرائیل هم که در برابر فشارهای آمریکا برای محدود کردن تعاملات تجارت خود با چین مقاومت میکنه، یه شرکت دولتی چینی دارای 25 سال اجاره عملیاتی در بندر اسرائیلی ایفا داره. قراردادی 25 ساله خود اسرائیل، درسته یا نه؟ من نمیدونم چجوری هست همه میتونن این رابطه را با چین داشته باشه. نوبت ما که میشه که از مزایای عظیم جاده ابریشم استفاده کنیم. وقتی که بندر جاست بخواد راه بیفته معناش چیه؟ معناش میدونیم که کارخونه های فولادسازی تو در ایران فول تایم کار خواهد کرد، کارخونه های سیمان تو فول تایم کار خواهد کرد و تمام جاده رو بخواد بکشن از اونجا تا مرزهای غربی کشور تا مرزهای شمالی تا ارمنستان و گرجستان و تا دریای سیاه، همه اینا پروژه. میدونید چقدر نیروی کار ما ایجاد بکنیم به کشور؟ آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها چیکار کردن با ما؟ بسیاری از کارخونه‌های ما فول تایم قرار کار میکنن. ما دف پالایشگاه ما باید فول تایم کار کنن و حتی گسترش باید پیدا کنن. کمبود بنزین خواهیم داشت، کمبود سوخت، کارخونه های برق ما باید بیشتر کار کنن. چینی ها اولین بزرگترین کشور جهان در تولید چی میگن این انرژی بیو هستن، انرژی پاک هستن، به اصطلاح از همه جلوترن توی سولار، این انرژی های خورشیدی از همه جلوترن. میدونید تمام اون مسیر رو ما میتونه چیکار بکنه؟ انرژی پاک دید بکنه و انرژی وسیع به خاورمیانه صادر بکنه. برق خاورمیانه رو میتونیم بدیم، کاملا میتونیم اگر به درستی از انرژی خورشیدی استفاده کنیم، انرژی طبیعی انرژی بادی باد استفاده بکنیم، همه اینها، انرژی گاز هم از طریق گاز، از طریق انرژی آب که صدها و اینا هست. ما بزرگترین صادر کننده انرژی به پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان،
آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق، همینا ما خواهیم بود. این استعداد داریم، کاملا هم داریم، مهندسینش هم داریم، همه امکاناتش هم داریم، فقط یه قلمچه‌ست. اون چیزی که میگم آقای سید محمد اجرا خواهد کرد، پروژهش رو میدونم که اجرا خواهد کرد. پس بنابراین میبینیم که خود اسرائیلی وضعیت داره، حتی اسرائیلی در برابر فشار آمریکا برای محدود کردن تعاملات تجاری خود با چین مقاومت کرد. فشارش سنگین آمریکایی آورده که آقا بندر حیفا داره میره، یه شرکت دولتی چینی برای این وضعیت که بندر حیفا رو 25 ساله گرفت. در این ماه دولت اسرائیل درخواست آمریکا برای بازرسی از تاسیسات چینی رو در بندر حیفا رد کرد. بابا عجب، بابا یعنی شما، من از چه نتیجه میگیرم؟ دولت اصلاح طلب ها از دولت عربستان هم سرسپرده تره، یعنی دولت اصلاحاتی که بیاد از عربستان هم سرسپرده تره، از اماراتی هم سرسپرده تره. اسرائیل متحد استراتژیک آمریکاست، اینو تردیدی نکنید، ولی اسرائیل در مقابل فشارهای آمریکا میسته. اینها به جز تسلیم و زبونی و وطن فروشی هیچ کاری برای ما نمیکنن. بعدم همش منتظرن رابطه با آمریکا خوب بشه، بعد اینها بیاین سرمایه گذاری کنن. هیچ کاری غیر از نمیکنن. تمام اینها امیدشون به سرمایه گذاری خارجیه. بازار داخلی رو دادن، همه چی رو میدن. خب در حال حاضر با توجه به این توصیفات، فعالیت های چین به طور غیر مستقیم منافع متحدی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. حالا عواقب این چیزا، نفوذ، گسترش، کاهش نفوذ و اقتدار آمریکا خواهد، کاهش و نفوذ اقتدار غرب خواهد بود در خاورمیانه. و همین دلیل هم هست که اینا سخت در تلاشن از نفوذ چین بکاهن و مناسبات چین رو با خاورمیانه، با کشورهای اسلامی، با کشورهای عربی، با کشورهای شیعه، با آفریقا به هم بزنن. ولی دیگه از دستشون خارج شده، از به نظر من کاملا از دستشون خارج شده و دیگه راه بازگشت نیست، باید تحمل کنن. به موازات این لعن آمریکا که تندتر میشه، چین بودجه نظامیش رو به سرعت بالا میبره و خودشون هم اعتراف میکنن که شمار رزمنامه‌های نیروی دریایی چین طی چند سال گذشته رو به افزایش گذاشته، به طوری که اکنون تحلیلگران و ناظران بین‌المللی قدرت و توان نیروی دریایی چین رو از نیروی دریایی آمریکا برتر و بالاتر میدونن. و شبکه خبری CNN با پرداختن به این موضوع نوشته چین در وضعیتی از ساخت و ساخت و ساز کشتی است که جهان تا کنون چنین حجمی از ساخت کشتی رو به خودش ندیده. پول داره، نیروی کار داره، همه چی داره، کشتی میسازه. اون تو برو پول تهیه کن، تو رو همه بدهکاریات 27 تریلیون که زمان چین داشتی، الان نزدیک به 30 تریلیون بدهی داری تو برو. برام جان برو مشکلات خودت حل کن، برو سیر ساختای خودت حل کن که این فضاحت تو تگزاس به وجود نیاد. این فضاحت سیر ساختات ببین چی هست، یه دونه جرقه میاد، یه دونه باد میاد، تمام سیمای برقتون به هم میخوره، آتش سوزی توی جنگل های کالیفرنیا وجود، اینقدر عقب مانده هستی. بخواید چیکار کنیم با این چیزا؟ به قول بختیاری، با این کندکای خیبری به اندکا اندکا منطقه سخت کوهستانی است که توی بختیاری مجلس ما بود و خیلی سخته و کوچ ایل با دشواری صورت میگیره، فقط مردان قوی، زنان قوی میتونن از این گردنه ها رد بشن. و یه کسی که به قول معروف بنیهش نداشته باشه، میگن با این کندکا میخوای بری به اندکا؟ آمریکایی هم با این توان داری عربده کشی میکنی و بیشی سر جاد
اندازه سهمت، به اندازه قدرتت حرف بزن، بسیار خوبه. حالا تو رفتی یه ناو آلمانی رو برداشتی با چند تا ناو انگلیسی ورشکسته رو برداشتی برید چین، مرعوب میشه؟ شوخی میفرمایید؟ شما حریف طالبان نشده، انگلیس بود، فرانسه بود، آلمان بود، آمریکا بود، استرالیا بود، همه تون بودی، کانادا بود، از همه جای اروپا برداشتی، نتونستی حریف طالبان بشی. الان بیشک فضاعت آبیز گرفتار شدین اونجا، نمیدونی راه حل چی هست، دست به دامن روس شدی، دست به دامن تمام کشورهای منطقه پاکستان شدی، میدونی نه عواقبتون چی هست. خب به همین دلیل محترمانه تشریف ببرید دیگه و برید بیرون. بهترین گزینه همون تراب بود که میخواست بره از خاورمیانه، ولی شما این نذاشتید. حالا با توجه به این توصیفات دوستان عزیز، ببخشید طولانی شد دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید ما را. خدمتون عرض کنم سه شنبه است دیگه، پنجشنبه بیشتر این مسئله، چون خیلی از صحبت‌های این چیزه داخل کشور خیلی مثلا مزهک در آمدن، این اصلاح طلب ها به شکل مزهکی این دفعه ظاهر شدن در انتخابات 1400، بخواهد شرکت بکنن، مال باخته جان باخته شدن، چرا که بی حیثیت در این دولت تاریخ ایران آقای روحانی رو بردن رو کار، مسئولیت هم نمیپذیرن، کسافتکاری وحشتناک هم نمیپذیرن و میخواهند دوباره نمیدن که به گردن کسی دیگه بندازن. ها قدرت نداشت، ها فهم، تمام اینا رو من یکی یکی لحظه به لحظه، روزنامه به روزنامه، شخص به شخص رصد میکنم و جواب قاطع و دندانشکنی هم برشون دارم تا اینها عوام فریبی دیگه نکنن، آمریکا پرستی رو بذارن کنار دیگه. با آمریکا پرستی تو نمیتونی توی ایران و منطقه خاورمیانه چیکار نفوذ اعتبار پیدا بکنی. خب به همین دلیلم به تحریف حقایق نفهم، از اولش با سیستانی شروع کردی اومدی هر روز هم میخوایی فریبکاری بکنی که نفهم سیستانی رو در مقابل خامنه ای بذاری، خامنه ای رو در مقابل او بذاری، همه اینا همبستگی دنیای شیعه رو، دنیای خاورمیانه، دنیای ایرانی رو، عرب رو در مقابل عجم بذاری، خدمت کنی با انگلیس و آمریکا. من مردم خاورمیانه، مردم ایران بلوغ یافته شدن، دیگه وارد این بازی های کثیف سلیبریتی بازی های شما نخواهند شد. این دفعه بر اساس عقل و خرد و دانش و تجربه، و دیگه چه تجربه از این بالاتر که شما رو 8 سال همین دولت خاتمی که حامی سرسخت شد خود شما اصلاح طلب بودی چی هست وردن رو کار و مردم ایران رو چنان ضربه ای زدید که به تاریخ بهشون نخورده. این تجربه دیگه کافی است دیگه تا مرحله دیگه. در صورت دوستان سپاسگزارم ازتون، پیروز و سربلند باشین و بقیه داستان رو وسیع تر متمرکز سعی میکنم بشم روی برنامه آقای سعید محمد، برنامه اقتصادی که در آوردم، استنباط کردم، از همه جا تحقیق کردم، نم چه سمت سوی خواهد داشته، چرا و ایشون رو من ایرانی، یکی از ایرانیانه بسیار خوب میدونم که وطن پرسته، وطن پرستی نه در گفتار، باشی باشه سرباز می جنگه، باش باشه تولیدگره، صنعتگره، پاش باشه کشور ایران رو به سربلندی میرسونه. و این بازی هم که رو انداختن نظامی غیر نظامی، دکومتون هم تخته کنید و بروید به کارتون. از این قول معروف توری بازیاتون هم از اول انقلاب دیدیم که چه جنایت هایی رو به وجود آوردید، چه در دوران انقلاب فرنگیتون چه جنایت هایی رو وجود، چه سرمایه ها رو به باد دادید، چقدر استاد دانشجو نفهم اینا رو نابود کردید، همینا رو به ستا مرحله اصلاح طلبیتون همینا رو چیز کردیم در آوردیم دستمون. سپاسگزارم، شب دوستان خوش و پیروز و سربلند باشید دوستان عزیز، از کمکاتون و حمایتاتون به اصطلاح بهره‌مند میشیم و کمک کنید در صورت در گسترش اندیشه و
این که بی تفاوت نباشیم نسبت به انتخابات آینده است. سرنوشت سازه. بسیار سرنوشت سازه. و میتونید سهمگیری سالم و با آینده تضمین شده رو برای مملکتتون بخرید. یا میتونید دوباره همین بازی 30 ساله رو که مملکت رو بفروشین و کارخونه رو بفروشین و هم کارخونه رو تعطیل بکنید و این دزدان بدزدند و بردارن ببرن کانادا و آمریکا و فلان، میتونید همین بازی رو ادامه بدین با یه شکلاتی بهتون میدن. دموکراسی اسمش هست، حقوق بشر اسمش هست، حقوق زنان اسمش هست. ها به اینجا یعنی که اینها بازی شد و موقع خودش شما فقط بروید. دوستان عزیز، همین نامه رو که بلینکن به تازگی برای آقای اشرف غنی نوشته، برای دولت افغانستان نوشته، ولی این نامه رو داران استعمار کهن هم نمی نوشته. اینجوری تحکمی وقتی دولت دست نشانده باشه همچنان نامه هم برات ارسال میکنم. سپاسگزارم. شب دوستان خوش، پیروز و سربلند باشید.